بخونک مهربان سخت تنطلا پس ویصله نامه ستړي مسجد رانو ہے وادوالو راز مو نیک مرغه د هله چې د ژوند په ټولو چارکو بارلاسه وسېږي د اغاز ورځ خبرونه د اجمال درمانیم ترلس بجو پر بازو زمنګ نور همکاران استاذ سره یو د بریښنایی رسونې مهمه کیدی د جاپی ورزبانو مهم خبرونه او ترڅنګ پر مهم موضوع باندې بحثونه لرو اړوند چارواکي برازی زومنګ او استاذ ګډ بخښونو ته ځوابونه راکوي پیل ل بریښنایی رسنویانو هغه خبرونو چې په ویب سائیټونو کې راغلي دي له هغه نه مهم خبرونو له تاسره شریکو ا پلمړی سر کې اریانا نیوز تو ورزوک تاسو هم غواړی چې د افغانستان سیمو د نړۍ پر حالت خبر خبر او خبرو شي کولی شي په خپل ټلیفونونو او کمپیوټرونو کې www.ariananews.af خبر وی پانا راخلاص کئ او په دغه کې موجود په پښتو د ریوینګلیسی ژبه خبرونه وګورئ او بحثونو سره هم زروونه خبر کړی یبل خبر دا چې د رادیو نشرات هم د همدمغه ویبسایټ لاري او ریډل شي آریانا نیوز لیکلی په ننګرهار کې د پاکستان کنسولګری دیویزي پر ورکړه هوکړه کړې ده دا. دا خبر دا چې زیوس به بشپړه جزئیات تاسو ته وایم د ننګرهار ولایتي چارواکو ویلي چې د پاکستان کنسولګری د افغانستان له بهرنۍ چاره وزارت سره له حکومت سره د یو شنبې پرورس د 15 د نوي پلان لمخه د ویزو پر ورکړه پیل کوي یعنی نن ورځ تاکل شو چې نن ورځ په جلال آباد کې د پاکستان کنسټرګری بیرته پرانیستل شي د دغه خبرپاڼه لمخه د پاکستان هوا د ویزو ټوله خستون کې هر ورځ د زنګړې پلان پر بنسټ د تابعیت تذکري ډکښو فورم او پاسپورت سره یوځای پاسره جوړه امارات باندې د پارکینګ تر چیرمه د مسؤلینو لوري تنظیمی او د ویزو اخیستو په موخه په منځم ډول لیګل کیږي د هر یەک شمیر په ورځبه د روداتو په چیراګه چپره هر اې چاراک خوګیانو او د شیرزاد ولسوالیو تذکیرې لروونکو او عمومي کوچيانو ته ویزه ورکړل شي د هر دوشنبه پرورس به د هسک مینه کوټ غنیخیل اچین نازیاں او درباب ولسوالیو تذکرې لارون کې تا ویزی ورکل شي د هر سه شنبه پرورس به با د بطی کوټ د رینور کامه کوزګنړ گوشته مومندری او لالپور ولسوالیو تذکرې لارون کو تا ویزی ورکل شي او د هر چا شنبه پرورس به د جلال آباد کار د تو نه یو بیسود سرور او او چفر هر ول سوالي ترکيز تذکره لارون کیته تذکره ورکل شي او د پنځه به پورز به یاد د پکتیا خوست غزنی کونړ نورستان او لغمان ولایتونو تذکره لارون کیته ویزه ورکل شي د هوکړه لمخه به لدې وروس ته هر او راس پاکستان کنسولګری اتل سوکاسنته ویزه ورکوي چې د کنسولګری بهري د تنظیم ټوله چاري د ولایتي ادارې پر غاړه دي د یادونه ورده چې د پاکستان قونسلګری لوي میاشت یوه شپږ ورځې ورسته په وړیا او شفاف ډول د دا بیرزي ورکولو ته غاره کوي په دېره د فساد پر محل د ولایت مقام د دا شکایتونو داوریدو یو سولوشپېته شمیرېته خبر ورکوله شي دا هم لمنه خبر وو او د پاکستان د قونسلګری د بیرته فرانيستي پاړون وو چې سمو د وڑاند دا په ننګرهار کې باندشه ود دا ولایتي اداري د دا تفتیش په نتیجه کې ځکه دا, دا, دا پا پا د پا نګرهار والی ته لو البته سچ په رسنیو کې راغلي دي رپورتونه دا چې زینو خلکو شکایت درلود په پاکستان کې د په جلال آباد کې د پاکستان د خپل سرګری لمسنون څه چې شفافیت په نظر کېنني سې وزني وختونه افغانانو تر سپکاوي هم کوي نو په همدې مو خبرندې د نګرهار ولی کونسلګرۍ تترلې او د غچاري تنظیم کړلې بیا په خبرګون کې پاکستان کونسلګرۍ د خپل دروازه وټړلې ویل چې د ننګرهار ولزبون په چارو کې مداخله کوي په داس حال کې چې د یوې زترلې او ماده شفافیت په خاطر باندې مزینې سرښتنه وته درلودلې نو تقریبا یو میاشته پس یو میاشته د کونسلګرۍ بندوې یل دنه هم ډیر وخت او بل اخر اوس د زنګړې پلان لمخې د نن ورځ ټاکل شوې د چاګا کونسلګری پرانيستل شي او د پلان لمخې به یعنی هر اورس په دغه کې تنظیم شوي د شنبه اورس باندې یو یو منطقي یعنی تقریبا 15 ولسوالي به یک شويب نور 15 ولسوالي تر پنځه شنبه اورس پورې د دنګر هر اورسوالي 29 ولسوالي هم تنظیم شوي د په پا یوازې پنځه اورس با باندې بیا بي ځین نور ولایتونو څخه چې خلک د نګره هارت ورزی او بی ای وی زی اخلي د کونهل نورستان لغمان غزنی خوست او پکتیا دغه کسان بیا د پنځمه پورز باندې کول شي چې د نګرهار په نګرهار کې پا د پاکستان د کنسګری څخه وی زی واخلی دغه خبره بل مې خبره پکې داد چې د دا شکایتونو په اړه باندې کې چې څوک شکایت لري یا د فساد یو څه او د کنسګری کې وین یو شمیره هم فعال کړي د یو سولش پېټه شمیرې ته نو اوس لا هم اسان ته برابر شوکه چیر یو څاخه څوک پیسې ځفه اخلي یا خراوی ور سره نه کوي په اسانی سره کولی شي اوس لو شپته شمیره ته ځنګوهي البته لنګر هرڅخه او مسئول نو خبر ورکړي چې فرانی لماسره جنجال خړې دی یا هم د پیسو غوښتنه کوي د هم د پاکستان د قونسلګری پروان د اریانا نیوز خبر و به هم په ام دې ویب سایت تم کې گو او ټاکونو موضوع تر ازو ل بایومیټریک بارکډونو پرته به ټول رای باتلی شي دا د ټاکنو خپلواک کمیسون ویل دی د ټاکنو خپلواک کمیسون وايي هغه رای به با باتلی اعلان شي چې د بایومیټریک بارکډونو ونلري بایومیټریک د ځای به ل تنظیمېدو ورسته د 1 شمې پرورس ولایترو ته ولګل شي خو دا, دا وسایل د رای ورکون کې پتړاو اطلاع سډ ولسبتوي ان ټاکل شوی ته دغه شینو نه نورز ولګل شي کمیشن واي لمړې باید د خلاص د ویګوتې او بیا د چپې ګوتې نه خان په دې سیستم کې داخلي شي وروس ته لدی همدار دستگاه درای ورکون کې معیاري انزور خلي او وروس ته بیا د اصلي تذکري درای ورکولو سټیکر انزور د همدې دستگاه لخوا خستل کیږي لدی په اړه وروس ته بایومټریک دستگاه چې ل پرنټر سره نخړول شوی یو ځل کیږي یو ځل کوډ چاپوي چې درای ورکولو په ان شاته لګول کیږي او هغه باندې چې د بایومېټریک بارکود ونلري باطل اعلانېږي د ټاکنو خپلواک کمېسون د ويان د مرستیا له شیما علم سروش وای هغه کور چې په سیستم کې ده هغه پرایپانې پا لګول کېږي ک او کدا کوډ ونوي یا ونلري رایپانه باطل ده او را یهم نشمرل کېږي د بایومېټریک داسگاوي برخه هم زیر م کوي چې سلر شاته کول شي روکانو یو کار وکړي دغه کمېسون وای د اطلاعاتو بانک بانک سرورونه دلته دغه جمله یو ځای شوې ده دغه کمېسون وای د اطلاعاتو بانک سرور نه تکراروي راي پیژندل شي او د یو شخص لڅو کارول شوی راي یو وازه یو راي منل کیږي د ټایکو خپلوا کمېسون غړی سید حفیظ الله هاشمي بیا وای په هغه سیمو کې چې انټرنیټ کار کوي لدی وڅيلي سخه انلاین هم کار اخیصل کیږي او په هغه سیمو کې چې انټرنیټ نشته دغه داسګوي افلاین کار کوي خو ځر اول تکراری راي پیجنل کیږي دا مهمه خبره ده نو مورا د دې پوښتنې جواب تا داسي وي کمیسون غوړې د یو شخص لخوا لڅو کول شو یو راي چې په بایومټریک سیستم کې ثبت شوی دی یو وازه یو راي وشمري خو راي ورکون کې لوېټرن والي ته ور پیجنل کیږي کچا 203 زری کال وروي دغه په خبره څوک چې په بایومټریک سیستم کې ليو ځل زیات ثبت شي له 563 زر افغانی جریما او چرنوالی تماريفي کیږي د ټاکن خپلوا کمیسون تر دې د ماده پریکړه نه دکړه چې ټاکنيزو محلونو ت بایومټریک دسگاوي ونه رسيږي ټاکنې پکی کیږي او کنه کمیسون دا هم ویلي چې لدی بنسټا او سرورونو پرته به هیڅ فرض او هتا تر هغه هر هم نشي کولای بایومټریک دسگاوت لا رسې و عمومي او اطلاعاتي اطلاعاتي ولولي خل دې وسیلې څخه د کار اخیستلو لپاره دا کوم خبر واکه میسون غواړي ځینې کارکونکي وروځي <تصفح> دا هم د آریا نېوز لوېبساټه بل مهم خبر و د ټایکنو پر موضوع بنټرخه دا بایومټریک سیستم باندې پدې کې د شفافیت په اړه خبر به ترين خبر همدا و چې رائےپانې په با شاه باندې کچيري بارکود ونلری هغه هم د بایومیټریک د سیستم نو هغه رايپانه باطل اعلان کی یو مهمه خبره په کې همداوه یعنی هغه د اجراء مراحل درته یوزل بیا وایم لمړی د خلاص ګوتا خپل کیږي بیا د چاپ لاس ګوتا خپل کیږي نېخانه په دې کې خپل کیږي بیا همداغه د اسگا چر د ټلیفون شکل لري ډیر کوڅنی ډیر خو بیا د رايور كون ک شخص نهول کیږي معیاري انزور یې خل انزور هم ځان سره سبته ول کیږي او به دا ډرایور کول او د سټیکر انزور اخلي چا په تذکري پر شابانغه سټیکر لگاولې دی لمړي خي ګوته به چاپه ګوته به انزور او به دریم پړاو کې دغه سټیکر عکس هم حاصل کیږي دا به پرینټ کېږي چاپ کیږي او دا ورخه هغه سوت سره ورکوې دغه په شابانې د انزور بیرته وځي نو کله چې به دغه رایش میرل کیږي او د رایورکو د رایپان پر شابانې دغه شمیره موجود نه وي انزور موجود نه وي دغه رایپانه باطل به اعلانېږي نو د شوافیدل لپاره د بهترین کار شلو یو څوک نشکوال چې د شپې لا خولار شو بکسونو راډکې د بکسونو ډکول مخنیوي پدې وشول زکه دو شخص انزورم لګي څوک چې راي ور کوي انزور معلوماتيږي څوک چې راي ور کوي داغه د ګوتنی خان معلوميږي او داغه د دا سټیکر عکس هم دلته معلومیږي نو د یو په ځای درې نقشولې چې باید پرې پا پاړه باندې موجود وي نو کچېری دغه نقشې موجود نه وي راې پاڼه هم باطل اعلانېږي د شوافير لپاره غوره کار او بهترین کار وشکلو او بل مهمه خبره په دې کې دا وه چې دغه د ستگاوي چارچ هم ذخیره کول شي کچېری برېخنا ویو کني وی د سمودر پر کبرېخنو کارول شو چارچ ذخیره کوي به سلر وښته په همغه چارچ باندې هم کار کول شي یعنی د دوی را هم نشترې کبرېخناځي نو داغه ماشين ګویا فالټ شي اصلا دا څنګه ده سره ورښاته برښنه هم چارجو وی دی بلخه والا شروع او د دې ترڅنګ بنې زني نور خبره پکې هم مهمه ښتره هغه دا چی کچيري یو شخص له یو زل زیات رای ور کړی وی یعنی او کوول شي چې دوازله درې زله لزله هم راي ورکړي خو شرط به پدې کې دا چې جریمه ټاکل شي دا چې شيری یو شخص له یو زل څخه زیات راي کوي له 500 تل 300 افغاني پورې جریمه پرې نقدې ټاکل شوې دا او بل خبرداري چې څارنوالې دا مهمه مرې فکهږي نو دغه ځینی خو خبرې وي بهترین خبرې وي چې د شفافیت سره ډېر مرسته کوي شي په نړۍ کې یو ستمرلې خبر هم درته وایم په واشنگتن کې د بلخاب د میسو او د بادښان د سرو زرو ټړونونه تل... لا سلیک شو دغه خبر د اقتصادي خبر دی خو ځین خلکو بیا هم خبرګون خوله دی په ارسوره زده خبر درته وایم په واشنگتن کې د خار جوړولو لو پخوانی وزیر سره د بلخاب د میسو او د بادښان د سرو زرو قانونو د استخراج ټړونونه لا سلیک شو دي د سید صادات منصور نادری اړوند دوا شرکتونو په واشنگټن کې د بدخشان د سروزر او د سریپول د میسو د دا استخراج تړونو نه اخیستل کېږي دغه قانون شپه کاله مخ کې د واه طلبيته ورند شي وو د قانون او پېټرولیم وزارت وای پر دغه قانون اتا ویه ملیونه ډالره پنګونه کوي د قانون او پېټرولیم وزارت وای ن عبد القادر مدفي وای په درې لمرېو کلوونکو کې د بدخشان د سروزر کان د استخراج چاره ترکیش او افغان مایننګ پر 20 میلیون ډالر پنګونه تر سره کی بي. او د سره په د بلخاب با د مسکان د کیندلو چاری افغان او انګلندي شرکتونو تسپل شوې دي چې پر شپږ پندوس میلیون ډالر پنګونه کیږي د افغانستان د رونتیه څار چړون کې بیا وای دغه تړوونو د سیاسي پریکړو نړیوال فشارونو په پا پایله کې غیر قانوني لاسلیک شوې دي افغانستان د رونتیه څار چړون کې ناصر تیموري د تړونو نه غیر قانوني بولې وای د تړون په زینو برخو کې کله چې سید سعادت منصور نادری په کابینه کې و بدلونو راغلي دي د قانونو په قانون کې راغلي هیڅ حکومتي چارواکي نشي کولې د وزیرانو د هغوی د خپلوانو په گډون د دندل پرې خدو 15 کل وروسته تړونو نه وکړي د قانونو پټرولیم وزارت حقوقي رئیس ولیولا زادران وی وای چې مخت شخص نه بلکې قانون دا ډاډ راکون کړي د یو نړیواله پنګون د پدی اړه نړیوال قوانين د ډنګار وردي شپږ کال مخکې په 2012 م کې د سید سعادت منصور نادری دوه شرکتونه د بدخشان د سروزرو سرپل د بلخاب د میسو قانونو د استخراج ګټون کې شو خو تر اوسه پورې د زینو حقوقي ستونزو لامل مخې تډونو نه ځانډېدل او کله چې سید سعادت منصور نادری ل خپل مقام لري شو دا تړونونه د هغله شرکتونو سره لاسلیک شو دا د آریانا نیوز ل ویبسایټ خبر وو د بدخشان او د بلخ د قانون پاڑوانو چې په پا واشنگټن کې دا تړونونه لاسلیک شول خو ځینی حقوقي کارپوهان په دې باندې نیوکلري وای چې دا د سیسي معاملې او یا هم د فشار له مخې لاسلیک شوې دي ایا خو دا وچه کلا د امریکا متحده ایالاتو زینو شرکتونو سره د تړون لسلیک خبره کیدله په هغه وختي همزونو خلکو اخبارګرونو خدل ذکر لوړاندنه بهرانه رسونه د سرې فټو خبره کول چې دونالد ټرمپ د افغانستان قانون تسرګي پټه کړی دي نو په همدغه خاطر باندې د افغانستان کې همزینو سیاسونو بیا د امریکا سره د قرر ده دونو په لاسلیکولو باندې شک خول او غبرګون ورته خول ل د پرتاوس بل حقوقي مسله په د کې دا ده چې سیاستادات منصور نادرې چې د افغانستان د کابیني وزیر و په هغه حال تړنون لاسلیک شوې دی البته د شرکتونو ته د تړنون ورکړ شوې دي چې دا هم د حقوقوهانو لور نظر اصلاً د قانون لمه کې یو وزیر کاینن استعفا کوي پینځو کال پورې د شرکت سره یا د خپلون شرکت سره باید د تړون اصلي کوون شي پینځه کال پورې خو څه عدد منصور ندري تقریبا یو کال من پور کې چې استعفا کړي دا نو په خطر باندې اوس حقوق به وایي چې باید د له شرکت سره دغه نوې اصلي شي په هر صورت ورستو معلومات شي چې په دې کې اصلي ستونځو چرته ده ځيني خلکو وایي چې موږ ته شخص نه بلکې قانون مهمه دی او نړیوال قوانين دا وي چارچاسره تړنو لسلیکول شي خو په د افغانستان قوانینو ته کار شي نو یو وزیر چې یا یو چارواکه د حکومت باید 15 کال پورې د دا قرارداد هوکړه ورسره لاسلیک نشي دا هم د آریانا نیوز لو ویبسایت هو ول آریانا نیوز راتریګو بل خبر به درته ل بی بی سی سره وایمه او بي بي سي هم به لا بل موضوعات را خستلی دی چی لومړی خبر ادا دے غور کې د سیمایز قماندان نیول عملیاتو کې ملکی خلکو ته مارګ جوړ بل اوختیله سیمایز قماندانان خلک شکایتونه کوي د محلي مالیشو څخه او بیا کلچ حکومت د غوي د نیول اقدام کوي نو هغه سره هم بیا زور چلووي ځینو خلکو ته تلفات اوړي او مارګ جوړ بل اوړي اسیان ور رسیدي هم دې خبر ته بي بي سي شریک کړی زې تاسو ته جزيات وایم غور کې د سیمهیز قماندان نیولو عملیاتو کې ملکی خلکو ته مرګ ژوبلو وختیدا د افغانستان غور ولایت کې د یو سیمهیز قماندان نیولو په عملیاتو کې ملکی کسان او چلو افغان سرتیر شهيدان شوي او یو شمیر نور کسان ټپین شوي دي ولکه کې دغه قماندان علي پور نوميږي چې په شمشیر مشهور دی او له ميدان ورده غو ولایته غور ته تلل دي چې اوس یې مرکز فیرکو فیروزکو ته نږدې اسدابات کلی کې كي د نیولو عملیات ترسره کیږي د غور د والی دفتر په یو خبر پانه کې ویل شوې دغه قومندان د لوی لار اوګدو کې د خلکو په زورولو تورنده او پولیس یې د نیولو حڅه کوي د غور والی ویاند عبد الله ختیبی بي بي سي ته ویلي د الیپور د نیولو عملیاتو کې لګ تر لګه و ملکی کاسان او چلور افغان سرتيري د دواړو لوري په دزو کې شهیدان شويدي ویل کېږي الیپور د وحدت ګوند اړوند دی او سیمه کې زینو خلکو د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د الپور نیولو عملیاتو په خبرګون کې او د هغه د ملاتړ په موخه په غوړه او د بامیانو په یوشمیر سیمو کې مظاهره کړې ده بلورته د وحدت ګوند مشر د افغانستان اجرایه ریاست دویم مرشل محمد محقق پر خبرو فیسبوک باندې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د الپور نیولو عملیات غندلې دی او دا کار د افغانستان امنیت شورا خلاف عمل ګڼلوي د پیر شاهیدان وای سهار درې بج افغان امنیت ځواکونه هغه سیمه کلا بند کړی و چې الی پور پکې وسید خو دوې په وینا الی پور د سیمه زین وسیدونکو په مرسته لمهاسر لمهاسر شوه سیمه وته لیدي مخکې افغان ځانګړو ځواکونه په فاریاب کې د ولسمشر د لومړی مرستيال جنرال عبد الرشید دوستماډوند یو سیمهیز قومندان نظام الدین قیصری نیولې وو او هغه مهال د خغل قیصری په ملاتړ د حکومت پر ځد په یوش میر شمالي ولایتونه کې مظاهره هم شوې وې دېره کې افغان حکومت د یو شمېر سیمیز قماندانانو ملاتړ کاوه چې افغان ځواکونو سره یو ځایږي لورسلواله طالبانو د دا اشدلې سره جګړه کوله خروسه یو شمېر دغه قماندانان د امنیت د ټینګښت لپاره خپل په خاندونو بدل شول دا په وروستیو کې ولسمشر محمد اشرف غنی بلخ ته د خپل سفر پر دویمه ورځ امنیتی ځواکونو ته د هر هغه زورواکې قماندان د نیول او یا ځاپلو امر کړی دی چې د امنیت د خرابېدو حڅه کوي دا هم د بي بي سي لوي پاڼې خبر او مهمه خبره خبره چې د زينوسي ميزو قماندارانو د نیولو پاړون باندې صدر شوی ده خو پدې کې بیا هم زين حکومتې چارواکي د حکومتې و برخه بیرته د سیمېزو قماندارانو ملاتړ کی وی پدې کې په خبره د اجراییات د دویم دو قمان دویم مرستيال محمد محقق یادونه شو چې د دالیپور نیول کې دل البته د هغه پرځ د عملیات غندلې دي په داسال کې چې خلک وای شکایتونه کړې دي ولسمشر تر رسیدلې دي, دي. امنیت شورا تر رسیدلې دي, دي. چې عليپور په دلوې لارې پګدو کې د خلکو په زورولو باندې تورندل خلکو پیسې خپل خلک وحلډبول نو کله چې حکومت به داسې دا کسانو د دا نیولو اقدام کوي کینې کوي به وای حکومت د خلکو له حال خبر نه لیکو د نیولو اقدام کوي به خلک مظاهره کوي د حکومت ځنی زيني... خارواکي ملاتړ کوي او د نیول غندې دلته وس ولسمشر هم حیران دي چې د څوک کم کینې نسم خلک شکایت کوي کینې نسم حکومتې چرواکي کی شکایت کوي بل اخر د حل لپاره څه کوي دا هم د بي بي سي لوې پانه خبر ول بي بي سي رازو آزادې رادیو تا آزادې رادیو هم بل بل خبرونه د افغانستان سیمه نه ډې پړوند راخستل ملني خبر د بشري حقونو دای بشري حقونه وي په افغانستان کې ملکي تلفات ډېر ش... سلنه لوړ شوې دي یا زیات شوې دي د افغانان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په هيواد کې د ملکي کسانو د تلفاتو او زیاتېدو ته په کاتو وای په جګړه کې خېل لړخونه باید د خلکو بشري حقونو ته درناوي وکړي او نري پنخه کوي د درغه کمیسون ویاند بلال صدیقي پر ان آزادې رړوت ولېدي لکه اجازه تو او د نړیوالو بشره دوستانه قوانینو نه د سرغړوي پړه د مافیا تفرهنګ لامل شوی ده چې په د هواد کې د ملکي تلفات او شمیره لوړ شي خاګل صدیقي لخ کې لوړ خون و وغوښتل چې نړیوال بشردوستانه قوانين رايت کړي د له حکومت هم هله وکړه هغه کسان چې د ملکي کسانو د تلفات او لاملکیږي قانوني چلن باید ورسره وشي په افغانستان کې د بهرانه ځواکونو د غوښتملہ ماموریت قماندان سکاټ ملر هم ویلي چې د افغانستان خلک ډېر دښمنان لري او لامنتی ستوند سره سره مخامخ حمدي سروېره پردې د امریکا د پوزي مرکزی قرارګا او ممي قماندان جنرال جوزف وټل هم په افغانستان کې پر ملکی تلفاتو اندېښنه کوي دا, دا په داسحال کېده دا چې دراپورونو لمخي په د ویروستیو کې د ننګرهار ولایت د خوګيانو په ولسوالۍ کې د هلیکوپټر په یو حمله کې درې خزه او یو ماشوم شهیدان شوې او ډېر ش نور ټپین شوې دي پوارته وخت کې د ملګري کسانو د خوانديتوب او عدالت د وغټن پروګرام په دې وروستیو کې ویللی دي چې په تیرې یوې میاشت کې د هیواد په دولسه ولایتونو کې د بهرنۍ ځواکونو په هوایي بریدوونو کې یو څلو درویش ملکیانو ته تلفات ووختی دي د افغانستان دفاع وزارت به وایي د هوا د امنیتي دفاعي ځواکونو د خلکو د سر او مال د خوانديتوب لپاره حدڅ کوي د دغه ویان د دغه وزارت ویان د غفور احمد جاوید آزادې رادیو ته ویلي چې په ځینو حالاتو کې چې وسلوال مخالفین د ملګری کسانو کورونو د دا ډال پتوګه کاروي یا د ملګری کسانو کورونو د دا ډال پتوګه کاروي خلکو ته تلفات اوړي د ویل د کندهار ولایت د معروف ولایت د پیخه پاړه سیننه پیړ شو پیل شو د ډاډ ورکو چې کوم کسان چې د عملیاتو پر مهال د خلکو د سرمال پساتنه کې بې پروايي کوي مجازات بشي په ورته وخت کې د ولسیجرګې د دفاعي چارو کمیسون غړي خالد پښتون بیا وایي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د امنيت د دا ټینګښت په برخه کې له دغه هوا څه رخل په لجبني عملي کړی چې په راتلون کې کې د ملکی تلافات مخه ونیول شي د همدا آزادې رادیو لوې فانه یو خبرو به هم پام دیوې فانه تمکېګو بل خبر درته وایو چې د همدا آزادې رادیو لوې فانه دی د هوا په شمال کې د روسي لخوا د زینو قماندانانو د تجهیز پړه تازه سرګندونی ځيني کومندانان دي چې د روسیې لخوا تجهیز کیږي د ولسیجرګي ځيني غړي وایي او یوش میر افغان کارپوهان وایي چې روسیې د افغانستان په شمال کې ځيني پخوانی قومندانان تجهیز کړی دي دوی د اګه کې وی چې روسیا د هیواد په شمالي ولایتونو کې یوش میر مشخص او کسانو ته پیسې او وسلی ورکوي د ولسیجرګي غړي نذیر احمد احمدزی د شومې پوره زادې رادیو ته ویلي چې د دې ادعا د اثبات لپاره کافي اسناد او شواهد هم لري د نمو وړ په خبره امنیتی ارګانونه حکومت او د امنیت شورا د غو مرستو په اړه پوره معلومات لري لکه د وړان دي هم ځینو افغان چارواکو په افغانستان کې د روسیې لوړتیا مداخلو پرده پورته کړیو د 15 کال کې د چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستې له حکومت خلیل کرزی د افغانستان د سیاسي او حقوقي مطالعات په 56 کې ویلي چې د امریکا او روسی اختلافات د افغانستان په لوري د حرکت په حل کې په افغانستان کې بیا روسیا له اسلامي دولت ډلې لنفوذ په ویرا کړه چې په وینا یې امریکایي پر وړاندې جدي نه د خو امریکا بیا تور پورې کوي چې روسیا په افغانستان کې له وسلول Talibanو سره په اوزیو معلم لا تړ کوي افغان چارواکو باور ده چې هغه وسلې چې د جګړې پر مهال له Talibanو د جنگ په میدانونو کې کی پدې کیږي د روسیې جوړې شوې دي خو روسی چارواکو له Talibanو سره د مرستې موضوع رد کړي ایا وځه دایمه ای نه لېچې له طالبانو سره تماس لري له بل خلکو د سياسي او پوزيټي کارکو هان اسد ول ولادي او ته قلامر خيل وای هغه که څنګه چې روسي ملاتړ کوي هغه هیوادونه تډیر سفر کوي چې د روسي تر ت salons لاندې دي د احمد د روسي د مداخلو پروان باندې خبر و چې آزادې رادیو ورته اشاره کړې پام دې سره د برخنی رسنۍ برخه هم پېټر سيګي مننه چې تر دا معلومه مالته وکړه لان دا وخت فعال وختو سره پر مهم موضوع مهم بحث لرو یو ځل بیا مستری من شي او زمو نیک مرغه د اغاز روز خبرونه ده ز احجمل درمان سياسي ګوندونه یو ځل بیا هم خبرداري ور کوي چې د بایومټریک سیسټم ل تطبیق پرته د راډوانو ټاکنو فایل نه منی دا ګوندونه ل ټاکونکو خپل واک میسون غوړې چې بایومټریک سیسټم باید ټولو ټاکونکو مرکزونو کې یو شان و کارول شي دوی پر اروونه ټاکونکو د ټاکنيز نظام نه بدلون هم لوی استون ځبوله و یا غکسان د هم رای ورکولو تپريخ دل شي چې په خپل تذکیرو یي سټیکرونه نه دی لګولې په همدې موضوع زمنګ همکارانو راپور برابر کړلومړی ورزو دغه راپور ګورول غوړول غنورسو په همدې موضوع به حاصلرو شماره از احزاب سیاسی بار دیگر گرد آمدند. نگرانی هایشان را در موارد روز برگزاری انتخابات ابراز می کنند. اینها میگویند در روز انتخابات باید روند بایومتریک بدون استثناء در تمام مراکز رایدهی انجام شود. در آن رای همان مرکز که انگشت نگاری صورت نگیرد قبول نخواهد شد. در مناطقی که بایومتریک نمیشه نتیجه انتخابات در اون مناطق برای حساب قابل قبول نیست. اینه باید به صراحت اعلان کنیم فناوری انگشت نگاری در شهرها و مراکز به صورت آفلاین و آنلاین استفاده می شود. اما احزاب نشان دو انگشت عکس رایدهنده و عکس شناسنامه را به خاطر جلوگیری از تقلب ضروری می دانند. اگر تصویر من می شود که خانما اجازه داده می شود به دستگاه که بدون تصویر هم کار بکنم باید ده انگشت شد شود. دو اگر دستگاه عکس انسان شناسایی نکنه و این قابل سرچ نباشه معناش است که هر کسی یک تعداد رای زیاد میتونه استفاده کنه این دو تو مشکل هستن با این حال کمیسیون مستقل انتخابات میگوید روند انتخابات با شفافیت برگزار خواهد شد ما با مردا اجباری بسازیم که همه مردا باید چی کنه اکسون گرفته شد ولی به خانم ها اختیاری باشیم اختیار خانم ها که در شهرها و در تعلیم کردن درس خواندن کار میکنن اونا خوش هستن عکس بگیرن هیچ مشکل نداره ولی اکتیت خانم های خانه است که اونا ارگز به این پروسه شاید راحت نباشن نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند که تا هنوز کمیسیون مستقل انتخابات قادر به پاسخگویی در مورد این سیستم از لحاظ تکنیکی نشده است. آموزش کارمندهای دی راستا انتقال ازی به به ولایات به ولسوالی ها باز به با مراکز و محلات ریدیهی آگاهی آمد به مردم که داده شده در دا این رابطه یانه به خصوص برای خانم ها که از دید فرهنگی مشکلات داره و آماده هستند که انگشت های خود در این ماشین استفاده بکنه قرار است انتخابات مجلس نمایندگان در 28 ماه جاری یعنی حدود 12 روز آینده برگزار شود ده ده <تصفح> په دې موضوع باندې بحث لرو او د بحث د روښانتیا لپاره د مشرانو جرګه یې غړی سید صفوی الله هاشمی رسر پستور کیو استودیو کې د هاشمی صاحب سره مشورې راشین په لږه د یو سره د دې چې ټاکونکو کمیسون د بایو میټریک سیسټم منلای دی حکومت هم منلای دی او ویل دي چې را روان ټاکنو با په بایو میټریک سیسټم باندې ترسره شي خو به هم سياسي حساب ځینې اندېښنې لري خبرداري ور کوي چې د بایو میټریک سیسټم لږه تطبیق پرست پرته به دوی ته د را روانو ټاکنو پایلې د منلو ورنې وي دو دو یاندې خبر له کومه زیاده په دې سال کې چې حکومت هم و چې بایومټریک سیستم کارو تا كون کومې سونو مو چیک کوي خو دوی و چې كون کارول شومږي پایلې نمنو دوی اندې خمنولې دي کومې سین خاني دل کېږي کوم ځای کې به بایومټریک بایو بایو ان تا كنې وشي بنوم خدای بزرگ سلام به شما کارمندانو ګرامي ټکنیکی شعبو او شما بنډګان عزیز تلویزیونی اورر نیوز سوياب بخیر باد خب یک از موضوعات بسیار اساسی کې مردم افغانستان واځومله ده هي واخر عزام السياسي كي يجي تلافي بسبب بزرقة تشكيل دولة المجامعة ا یو سکه انتخابات باید بدون تقلب بدون تختیبه بشکل شفافه درست باید تدویر بیافه او ته مردم په تا ان کې اما اصل رائے خوده متقید باشن کې په درستی استفاده шуда و میتونه کې د ملت دانه رائے خود در جایګای خوزه در مسایل سیاسي او اقتصادي او ټولني مرغوب افغانستان در کل هونه ببینن او نقش درشته وبشن هر څلو د افغانستان د تما کول دره خب پیشنهادات بود در رابطه با بایومتریک ساختن سیستم انتخاباتی به خاطر از که موضوع کارت هایی که قبلا بود و باز تذکره و باز استیکر و گپا خودش نوع ذهنیت خلق کرده بود تا امکانات بسیار جدی وجود داره که در انتخابات تخلف و تخطی صورت بگیره تشویش ا اعذابهم م فکر میکنم که ای هسته که با وجود ک حکومت اعلان کردن که دستگاهها و ابزاری که در او سیستم بایدمنتیک استفاده میش آورده شده و در هفته فعلی که پیشرویی هسته اونها ادعا دارن که ای دستگاهها به مراکز رایدیهی به اکثر جای انتقال پیدا میکنه خب باز هم تشبیش های وجود داره که شاید این دستگاه در بسیاری از مراکز رایدی یا سایت های انتخاباتی او انتقال پیدا کرده نتونه نظر به مشکلات ترانسپورتی یا امنیتی یا مسائل دیگه که وجود داره و شاید هم در کل نظر به عدم آگاهی آمه یا نظر به عدم تخصصی بودن کارمندان که در این دستگاه کار میکنن و یا نبود اینزی برقی یا سایر مسایل تخنیکی کی اینها پیشبینی میس از این دستگاه استفاده نمیشه از این خاطر اینا تشویش های خود دارن ما امیدوار هستم که کمیسیون مستقل انتخابات در این بسیار زمانی اساس و با وقت بسیار کم مانده که باید از قبل یا مادگی ها گرفتم خب زینیت هم چنین است که در یک مقطعی بسیار کوتاه میتونه استفاده از این سیستم آسیب پذیری داشته باشه و امو شفافیت و امو ا د دې نه تګلوب د دې نه تختی دا یوازې د انتخاباتو زیر سوال وبره ا شومس ټاکل شوې دا چې نن ورځ د بایومټریک دسگاوي ولایتونو ته هم انتقال شي نن ورځ بن کمیسیونی انتقالوي یو موضوع دا چې څومره باوریا چې نن ورځ په ټولو افغانستان کې د مواد توزیع شي خپل سمته ورسیږي یو مسله دا دویمه دا چې تاسو هم یاونه وکړم ممکن په زینو سیمو کې دغه د بایومټریک هغه داسګوې ونرسي گی مشکلات څه دي د کوم مشکلاتو له مخې هغه ستمو ته داسګوې ونرسي ګام نتیم مسایل دي یاسياسي مسایل اوس امې ته نه کې چن عامل اومده لور داس ورشي کی خود عدم آمادگی لازمی که کمیسیون باید اتخاذ میکرد و از قبل باید همو زمینه هایی که میتونست در قسمت انتقال یا قسمت استفاده کاربردی از این دستگاه باشه این بسیار به عجله صورت گرفته و این میتونه که یک عامل باشه که کمرسی و نتوانی ها در این عرصه انتقال از و جابجا شدن از و استفاده درست و معقول از این به با وجود بیاید ميترکه عمليه سياسيہ موجوده د استوا په برز کې ما مبینیم چې فضاې چې فعلاً در جرت تدوی انتخابات وجود داره و از قبل اما به تعویق افتیدن انتخابات تحلیلگرا و تبصره هم چنین است که در اینجا موضوعات اختلافات سلیقوی اختلافات تیمی وجود داشته در مورد انتخابات کمیشنرها در مورد چگونگی اصلاحات نظام انتخاباتی و غیره که در کل ما چنین برداشت داریم در سیستم نظام انتخاباتی هنوز او, او اصلاحات و او بیبودیهای که باید بیان که که انتخابات شفاف و عادلانه بر برپا کنه به وجود نامده سیاسی مشکلات در چه زات رمختګځه کې په حکومت باندې هم تور دی ویل شي او تاکني غوړی چې وزن ډول شي او د دې دلې <متحن> خوخه ملي <متحن> تاکري ترسرشي د حکومت په ګړه ترسرشي به په سياسي حساب باندې هم تور پوري دی چې دوی غوړي تغلب ترسر کی یو ډول باندې وسو دي دغه تاکني سیسټم د بایومټریک سیسټم مخنیوي <متحن> کوي ترڅو هغه چې دوی په خپل خوخه بکسونه ډاکوله همغه ډول باندې بکسونه ډاکوله په بي زمينه برابر شي وس د تل سياسي ملحوظت کې څو ګډه داخله د حکومت ک خپل سياسي حزب خو میتوننه کې اردو جهاد دایي مسایل شامل بشن باخه ی ک ما میفаهمیم که بعد از ای چن مقباد حتا چنان کی تقدیم انتخابات را اعلان کردن انتخابات ریاست جمهوری صورت بگیره و همچنان در داخل خود مجلس نمایندگان هم از آب سیاسی هم اکاد می خواهد که نفوذ خود داشته باشه و افراد از در اونجا باید راه پیدا بکنن که بتونن که همه اهداف خاصی که هر گروه هر نیات و مخصوصا حکومت در دا اونجا داره در دا توسط از اونها باید او تدبیق و براورده شو و همه اعداف تمین شد از این خاطری از دستات کل جهان که مداخلات وجود می شد ولی دستات افغانستان مداخلات کافی احساس بشه و لمس میشه و از قبل هم چون است که انتخابات مهندیسی شده هست و شاید که حکومت مستقیم یا غیر مستقیم خو اونا بینا به فرمان خود رئیس جمهور باید کسی از حکومتی ها از رست تا پایین هیچ کس باید دهی به داخل دست باشه ولی جایی که ما عملا میبینیم هستن نیات آه هستن افراد اشخاصی که در زیر پرده یا مخفیانه یا نیمه مخفی اونا به نفع افراد اشخاص از خاص که در رأس حکومت هستند به خاطر بقای از اونها و به خاطر پیروزی از اونها و به خاطر برآورده شدن اهداف در داخل شورای ملی و مجلس نمایندگان این مداخلات ای وجود داره و این مندسیال صورت گرفته را ایسته <مه> و همچنان اعضاب سیاسی هم توقع دارن که تا در مجلس نمایندگان هر کدام چوکی های داشته باشن هر <مه> کدام هم خواسته اهداف که یا به خاطر منفعت های گروهی و گروهی و یا خب اکثرا همه طور است به خاطر اینکه ما او تصامیم که یا از طرف که ما د یوې راستنې پربازه یوازې اوسني او پروسې یی غرفتنه ده مایله منفیه عام او عمومي مردمی افغانستان نه ميداریم <تصف> اله په خاصه امور سلکای شخصي بر اوردته ځینې اهداف خاص خود و همتونان در رابطه به همین کې بتونم که, که نفوذ بشتر د داخلي مجلس نومندګر ملی څلور ځینې حرکتونه وجود درا کوي با تاسوبات تاسف عام موضوعه چې ونګي پرشرفتې سالمه پروسې دیموکراسي پروسې دیموکراسي نه وپایره کې د افغانستان ادتصره ورو اوسې پازیو ساختاره وي چې همدانه نقش خوده تصمیمگیرای مردم مردم غریب بیچاره مظلومي افغانستانه کې باید نمایندهغای نمایندهګان اصیل او نمایندهګان په برنامه او نمایندهګان متخصص او متعین او مسول وایته دا د نړیوال ترغیری کلی نظر به انتقاداتي چې خوده شروندان سرې شورا ملی گذشته درنه یو تغییر کلی در سیستم امیکادیزم کاری شوره ملی په وجود به بلم اوښه میسم او سپازل بهساز بله دا کول شو چې نن د کمیسون لخوا دغه د دستگاوی ولایتونو ته انتقال شي فکر کوی چې نن ورځ په ټول افغانستان ته ورسیږي او هغه ځایونه چې مثلا د ولایتو کې لری پرتی سم دي لری مناطق د هغه د به هم انتقال کړل شي خب باز هم میتونیم که چی بکنیم که ادا بکنیم نظر به هم آمادگی های قبلی و آمادگی های فعلی خود کمیسیون ارتباط داره که اینو از کدام طریق توسط ترانسپورت زمینی توسط ترانسپورت هوایی به کدام امنیت به کدام شرایط میتونن که اینا رو به صورت در تمام سایت های انتخاباتی که در سطح مملکت هست اینا رو انتقال بدن و جای بسازن این نظر به مشروعیت کاری خود کمیسیون ارتباط داره ما فکر می کنم که باز در رابطه با تمام مثلا دو هزار سایت های بزرگی که حال از سوال مثلا 2000 سایت بیشتر خب اصلا از جمله هفت هزار سایت که اعلان شده او نمیتونه که در اون انتخابات دایر شود و در بعض سایت های دیگه اشکالاتی از لحاظ ترانسپورتی و سرک و عبور و مرور یا به حساب از لحاظ نیمه امنیت بودن که بعض راه ها مثلا در اونجا مخالفین مسلط رو جا به جای هستن و نمیتونن که در گلوسوالی که تقریبا رو آزاد هم میپندارن و در گلاتی که تقریبا در اونجا نیمه تعدیلی داره در دا اونجا قال چې شرکتونه ډېره ښه ده ازو خاطر یي بازمبستګي به متولی کوم چې ډاره او ابتکارات او سرعت عمل یې زینو داره چې کوم میتونن چې از دې وخت کم استفاده خوب داشته وایي د سکورر با سټېټ انتخاباته انتقال به کموسريت تیر شو د دغه بایومټریک سیستم هغه دستګاو موثریته د ټاکونو کمې سونه ممکن تاسو پوجریان کوسې خبر وسې د دغه دول کارونه هغه طرز عمل نه میکانیزم دی دغه دستګاوی چې دی لومړی د خېل د دخلاس ګوتې هغه انزور خېلی به د چپلسه خېلی بیا په خپل د رايور کې د شخص انزور خېلی او بیا لغنور سره د تذکري پرشا کوم سټيکر لګي د انزور خېلی او بیا کل چ رايور کوي د رايپانې پرشا باندې به ته چاپ کیږي دا د رایپان پر شبن ټاکو نه کې مسون وي چې رایپان پر شبن دغه بارکوډونه موجود نه وي د یو شخص انزور موجود نه وي د ګوت نشانه موجود نه وي نو هغه راي باطل حسابي فکر کوي دوه مرا مراحل او پته کول سخه روسته هم بیا هم امکان د تخالوب تاسو وینئ چې د تخالوب د پکې در سره شي خب چن استفادہ زی د سکو سیستم سیستمان آه، آه، یک تازه، گپ تازه است در افغانستان و ما پیشتر برای شما گفتم که اما با تخصص و کارایی خود کسایی که از این دستگاه استفاده میکنند و میخواهم می، می که رای دیهندگان در اینجا ثبت کنند انگوشت و اما مشخصات را که شما فرمودین خب بستگی به این داره ولی بازم ذهنیت وجود داره که با وجود که استفاده از دستگاه وجود داره ولی میتونه که اما شفافیت و عادلانه بودن بدون تخطی و تقلب بودن همو پروسه انتخابات زیر سوال ببره البته استلالات در این مورد وجود داره که دلایل هم اون کافی واضی است که عدم تخصص و کارمندان که است و عدم استفاده درست از دستگاه و زمان گیر بودن این موضوع که شاید بسیاری مطالب در جریان پروسه رای دهی که اشخاص افرا می اونا تیر شوند و نتونن که مو پروسه به بتقد انجام بدن مثلا ما شاهد هستیم که خود کمیسیون دا داره که در بعض مناطق اکسی خانم ها مثلا او خودش سوال برانگیز است میتونه که در این عرصه با استفاده از این موضوع یک تقلب بسیار گسترده در دا جوران انتخابات به صورت بگیره برای که نیمی از رای دیندگان از دقل از رای خانم ها مخصوصا در, در ولایت و ورسوالی ها بنامان این موضوع میتونه خودش سوال برانگیز باشه <applause> او بلما وزور په هغه سیمو کې چې د غدړای ورکوون کې د غد بایومټریک دسگاوي نه ورسول کې باغ ځکه کوښتاکونه کومې سونو چې موږ لا پرې کړنه نه راکړي چې په دې سیمو کې باید انتخاباته وشي کنا وسته مهمه پوښتنه ده د هغه سیمو کې انتخابات نه کیږي ولز لختل حق څخه محروميږي ځکه راي ورکوون لري حق دی ل دوی محروميږي او کچې تر سره کیږي هله دسگاوي نه رسیږي څې څه حزب و چې بایومټریک سیسټمونه راسيږي مونږ ته د غیز رایې د قبول ورن دي بل خردي سمستر نوېشت به څه شي داسګور ترسيګ نه او به با بایومټریک سیسټم رای ورکونی احزاب نه قبول دي بېوینډ صاحب کړه از مودته 2 3 سل به طرفهست ک پیشنهادات انتقادات و ترهای بیشمار صورت گرفته در رابطه به اینکه باید انتخابات به با وقت زمانش دایر شود و زمانگیر نشوه که با تعصف از این وقت بسیار زیاد تیر شد نمی بینیم که بسیار زمان زیاد از تاریخ اصلی انتخابات که باید دایر میشد سپری شده و یکی از کارهایی که در انتخابات با صورت میره مشارکت عمومی مردم افغانستان است که باید در اینجا یک مشارکت وسیع و گسترده مردم صورت بگیرد تا اونا بتونن که رای خود استفاده بکنن و در سرنوشت آینده این مملکت خود اونا سهیم باشن خب ما میبینیم که با تعصب با تعصب کارهایی که صورت گرفته بسیار صورت گرفته است خود سیستم با این مقدار موضوع تامین امنیت اینه ما که بسیار مهم بود که باید امنیت در مراکز رای دهی تامین شود امیل 2000 سایت انتخاباتی که شما فکر میکنین که بدون دولت انتخابات دایر نمی‌شه در حقیقت جغرافیایی که سایت ها موجود است اینمی مردم شهروندان افغانستان که باید از راي دي خود استفاده کوله او نو معروم استان در واقع یک اوصی پزیل بونه یم خود پروسه انتخاباته نظر به سهمگیری فعال مردمن نشان میده سلامات سگرې راځه ته من هندسې صفويلا هاشومي د مشهور جګې غړی زموږ بلانو مر سلامات سگرې درنو لیدونکو له تاسو هم منانه کو چې بحث <متحدث> متردمه هر سره تعقیب کړو لو لنده وقفه او وقفه روسته بل موضوع نه بل بحث بیا مستقیم شه د اغاز روز سید امیت اخر اغلاست په واشنگتن کې د خارځ جوړول له بخوانی وزیر سره د بلخاب د میسو او د بدخشان د سرو ضرورت د قانون د استخراج تړونو نه لسلیک شو د قانون په ډرېلم وزارت وای چې په دې قانون اوات 1000000 ډالر پانګونه کوي خوبیا د افغانستان ضرورتیا در د رونتیا 467 وای چې دا غتړونونه د سیاسي پریکړو او نړیوال فشارونو په پا پایله کې په پا ناقانون ډول لاسلیک شو دي دا چې څومره ناقونه دي یا قانوني بڼه لري په همدې موضوع بحث لرو خو له بحث وړاندې ورزو زموږ همکارونو راپور برابر کړی د خبرګرو لغنه ورسره بحث حکومت قرارداد طلای بدخشان و مس بلخاب را 6 سال پس از اعلام داوود در واشنگتن با دو شرکت امضا کرد که سید سعادت منصور نادری وزیر پیشین شهرسازی در آنها سهم دارد کار استخراج معدن طلای بدخشان را شرکت مشترک ترکی و افغانی و از مس بلخاب را شرکت مشترک افغانی و انگلندی پیش می‌برد شرکت ترکیش افغان ماینینگ برای مادن طلاع بدخشان و شرکت متذکره در سال اول اکتشاف در حدود 22 میلیون دلار سرمایه گذاری میکنند و شرکت افغان گولد این برای معدن مسی بلخاب شرکت متذکره در سال اول اکتشاف در حدود 56 میلیون سرمایه گذاری میکنند اما دیدبان معادن امضای این قراردادها را با وزیر پیشین شهرسازی غیر قانونی خوانده و میگوید که حتی در زمان که سید سعادت منصور مدیری در کابینه بوده در بخشای ریالیتی این قرارداد تغییرات آمده است. حکومت به تصمیم سیاسی قانون افغانستان را نقض کردند و به خاطر از اینکه چند ماه آینده ممکن انتخابات برگزار بشه و و هم ائتلافیای سیاسی خود خوش نگاه بکنن این قراردادها را عقد کردن از سوی دیگه فشارهای بین المللی که وارد شده برای ما هم قابل قبول نیست اما قانون معادن افغانستان در این مورد چنین میگوید هیچ مقام ارشد حکومتی به شمول وزرا و اقارب آنها نمی توانند پنج سال پس از ترک وظیفه جوازها و قراردادها را به دست آورند دولت افغانستان شش سال یک قرارداد اعطا نمیکنه و دلایل موجه هم نداره که چرا این قرارداد اعطا نمیکنه بدون شک بود افغانستان نمی و افغانستان سرمایه گذاری نمیکنه فل هزا اگر ما از یک طرف احکام قوانین احکام مندرج قوانین خود میبینیم حالات فعلی افغانستان میبینیم ما باید تعهدات و قوانین و اصول پذیرفته شده و روش های پذیرفته شده در سکتور معادن در جهان را هم ببینیم در سال 2012 دو شرکت برنده داوطلبی دو معدن طلای بدخشان و مس بلخاب شدند که وزیر پیشین شهرسازی سهم داران است اما سپس بنا مشکلات حقوقی و تضاد منافع قرارداد آنها معطل شده و پس از آن که سید سعادت منصور نادری از سمتش کنارگیری کرد این قراردادها با شرکت های مذکور امضا شد عم ده موضوع بحث لرو د بحث لپاره په استودیو کې اقتصادي شونکې اېمال عمرې لرو عمرې صاحب ستړې ماشي بخیراله کومه ده ماشي خوشاله دعوته پهل تړونو نو کوو تړونو خلاص لیک شو ما کې هم د بحث له پیل وران دی هم خپل منځ کې مو تا وه کې دلو عمرې صاحب چې کته تړونو لاس لیکي خلک نه و کې کوي چې ولی ته د قود قانون د کیندني تړون لاصلي کیږي قانون مولې نیندل کی خو چې کله به لاصلیک شي مشکلات را پیدا کیږي واس د رونټیا د در 462 وای چې د تړونونه د سیاسي فشار په نتیجه کې په نه قانون ډول باندې لاصلیک شو دی واس پوښتنه پیدا کیږي چې ریښتیا هم د قانونونه د سیاسي فشار په نتیجه کې لاصلیک شو دی او کنه د مخالفتونه ای سي دي خو من ننادر شپشتنه مخ د مخک دوه چي موږ په دې باندې وغه یو چې دا رقم تړونونه د فشار په واسطه شوي او کڅنګ یاره باید د مدن ارزښ باندی اونڅ اشاره وکړي کوري معدنونه د هر ملک په ټول نړۍ کې هغه ملکونه چې معدن لري مخ معدن اېدې اقتصادي اعتبار <تصفح> دی په دنیا کې یعنی معدنونه چې موجود وي هغه باعث دی ګرځي چې یو ملک ا ش اقتصادي واده پاید کی او په صورت د دوه چې دا غینه درسته استفاده و شي نو پس د معدنونو ځای په ځای پر خودل امداغه سدمزه کې د لاندې ساتل هیڅ ګټ نلري په جوز د دوه چې موږ خلق نورم بدبخت او فقر فوټل شي بل هیڅ ګټ نلري نو بنان باید معدنونو استخراج شي د معدنونو کار واخلل شي چې ترڅو د خلکو اقتصادي ژوند واده وکي ملک په اقتصادي لحاظ واده وکي د دې ضرورت دی مাদন نه وي کار واخل شي مাদন نه باید ځای په ځای پات نه شي اصول څودل ته چی کار واخل شي ثرقه په ټول نړی کې د مাদনو اصول دي مقررات دي قواعد دي چې کله دي و مাদন قرار داد لاسلیکيږي هغه په موږ اصول دي قوانینو دي تدارکات په اساس باندې مخکزي څه <تصفح> <تصفح> چې په قوانینو کې په نظر کې ورته پیشبینی شوې دي هغه باید په نظر کې ونیږي کو چerta بیا غي قوانینو مستقیم یا غیر مستقیم دغین تختی کی خود به خود ولو که هغه ډیر مثبت وی هم په خلق باندې منفی تاثیر لري یعنی مکلفیت د دولت او مکلفیت د غیبخشو چې دا رقم تړون نه کوي هغه باید دوته توجه وکړي چې د قانون او د طرزالعملو پرونه کوي کچرتا والاوک ډیر مثبت تاثیر ولري بیا هم د قانون زا یاد طرزالعمل سره ټکر ټکر کوي خلک د غینه منفي او خلکو باندې ډیر منفي اغیزه کوي او مختلف مشکلات رومانستکی لکنن چې دوه دو ماده نو په قرارداد کې مېستر وغوښتلای دا رقم مسائل مېستر دي بنان دولت باید پدې کې ډېر توجه کړي چې هغه اصول خپل مات نكي کوم چدي ایخي دي وځ د مخالفتونو رښتیا هم د اصول د ماتولو په نتیجه کې دي او تناقب هغه آرخ بوين نو یو کله چې دا رقم غوښه قراردادونه کیږي تابع دي د سیاسي ملایزات کې داخليږي اسبي ملایزات کې داخليږي قدرتونه نور لکه یو ګام سامه بالکونه 100.1 ملکونه دی چې پدې کې د اړقامندوی شې دغه ټول بایز دی د ګرزی چې په دغه رقم تړونو کې مداخله وشي او دغه رقم تړونو نه پرې نه خول شي چې درسته مختلور شي ولیک چېرته موږ ټوله هغه قدمونه <تصفح> ده ده کوم چې په قانون کې ورته پیښبنی دي کوم چې په طرزالعملو کې مو هله رو هغه قوانين کې موږ درسته مد نظر نیسو او همیشه خلکو صحیح شریکو بیا دغه رقم مخالفتونه هیڅ کوم ځای نه نیسی په دغه چې موږ شفاف یو او کچرتہ موږ په کوم قانون د ماده سه یاد طرزالعمل کوم ماده سه په ټکر کې حرکت کو بیا دغه زمینه د رقم اختلافو ته مسايدهي هیڅ دی بیا هغه خپل شخصي بازي شخصي مشكلات چي دي يا بعضي سياسي مشكلات چي دي نن دغه وضعیت بی نه بیا دغه مسالې نه غټه اخلي او د دولت په مقابل کې او د دې د تړونو په مقابل کې وداري دا او مشكلاتมาย سره اوس د رونته د سربنصرت د افغانستان د قانون د قانون مادیتي شرکې و چې پکې راغلي دي هیڅ حکومتي چارواکې نشي کولی چې د وزیرانو د هغوی د خپلوان په غډون د دند پرې خدو لسخه پنځه کلورست هم تړون لاصلی کې خو دلته د سید صادد منصور ندري سره تړون لاصلی کې پښتنه دا په دقیق کې چې دلته بل سوق موجود نه وو بل شرکت موجود نه وو چې د سره تړون لاصلی کې او کنا پدې کې سياسي ملحظه پر اختیار په نظر کې نه ول شوې دي لګ څنګه چې د 2064 بنسټ وای د ټاکنيزو ملاتړت ترلاسه کون په كو خاطر بنچې د ټاکنځوم ملاتړ کون کې راتلونکي انتخابات کې پیدا کی د قانون تړون له دوسرې لاسي څخه ودی خب معمولا موو ودم را جدي نسوله کده د رونتیا باندې چې مخکې تلایده ایچ وی ایچ ده کې مثال د انتخاباته مسایل دی بلدي په دې باندې بومګه باس نه کو ولی زه بیا په خپل باس باندې ګرځم چې په دولت ته په کار ده نو چخپل اكوما ماده د قانون ماده نو د قرار داد چدی دغه نه نقص وک درسته کله چی قانون ویليدي په ویل کې ذکر دی چې په پینځو کالو کې ا نه چې کله یو نفر د خپل وظیفې نه استعفا ورکويم حق نه لري چې تر پینځو کلو په داسې قرار دادونو کې ونده وخلی باید دا شایمه ده نظر نیول شي او دا موضوع ډیره جدي په نظر کې نیول شي دا کار نه وایي ولی یو شی ته باید موږ او تاسو همیش باید منفي لاره نه شو او بلاره ته باید دا فکر وکړو چې دغه معدنونه هر شرکت د دې د استخراج ته ودا وتاي نشي په خصوص د موږ افغانستان کې کوم شرکتونه چې دي اكسریات دا دمر توانای نه لري چې د رقم مادنونه استخراج کړي او اماده غسه د دنیا په سطحه هر څوک جرأت نشي کولای چې په دغه سیوه اوزا کې راشي په افغانستان کې سرمایه‌ګزاري وکا داریګي د دا افغانستان امنیت د افغانستان سیاسي اوزا ډیره بحرانی ده بنا هر څوک د دې ته سرمایه‌ګزاري نشي کولای تاونه شرکتونه آمادګي چاغه د ریسک منی هغه د ریسک منی او روزي د استخراج اوس مسله دلته ده چې قرار داد وشو مشکل نشته ا قرار داد چې شوه دی باید دوه کوم استخراج کی رضای ده کو صادې څارو کو چې څه رقم استخراج کی چې چرته اې دې په استخراج کې دې په باقی اصول کې موږ اختلاف وینو تختی وینو رضای چې اقدام وکول دا سه هم نشی کېدای چې دوه دوه دو شرکت اوس امضاء نشي او معدن امدا غصبوت شي ګوریننده فقر ننده بدبختي بیکاری مشکلات امنیتی دڅ شي ندی موږ موطاجو اټی او جی نور ملکوتا د موږ هم دا و اوس انکشافي بودیجه ټوله د خارج ملکونو ایمایکی دونرانو ایمایکی ترکل دا خو ته همیشه نه ده کله ني ساوا پم وولالي پاسې دونه چې مخکې دنه چې دا په موږ باندې ودرې موږ خپل معادلون استفاده وکړه دغه مادمن باندې عمرې صاحب په دغه تړونونو کې تقریبا د وزارت لخوا چیلنج شو یا 2 ملیون ډالر پنګونه کې چې کومه سرمایه هم نه لريره سرمایه ده تر څو د دېګه ته زیان تک و ګرو پرتلې ګسړه د اقتصادي ګټه افغانستان لپاره زیاته ده او کو سیاسي زیانې ګوري سياسي مسایل او سیاسی ناخوالې موږ تاس تا او تاسو په ملکي بيخي معمول ګرځېدلې کچرتایو نفر دغه په زر باندې دغه په زاغ باندې دغه په علاقه باندې کار او کارونې شي په سیاسی متارضې د موسی مبارزکی رضای سیاسی اقتصادي بوتایو ګرو کچرتہ دغه تړون شوای دی او موږ دې تطبیق ته منتظر شو او شروع وکړو سره د اوس نه د درسته نظارتو زه هم تہ منیم چې دا زشتہ زیاتہ سرمه غزلی په افماس کوچکی هویدی اقتصادي تاثیر کوم وو وی یو کنه وی یو ډیر زیاتې موږ په اقتصاد باندې لری بناً زه ورته خوشبينيم چې وשי دا کار وשי ولی په شرط د دوه دو چې درست نظارت وשי اوس لکه ما را وایاندو وزارت معدن چې وغی دا هغه وای چې موږ دا 15 کال مخکې بده ته شو ودا مثلا خنو تبعن شرکت نه لیواز شوې الته خو بدینګ په اساس د دې کې ه خدایس نه دی چې پې کې احمد یا محمود واتمن گیټي الته بو ته هم خپل قیمت وران وکوي زه بو يم وران وکم ټول بو د خپل موضوعات وران کیوي برنده وي گیټي او هغه برنده بود افغانستان د دولت د لحاظه هم د نظر نیول کې چې مشت څومره منفیت لري دا بيدنګ د امونل ریچ تنا د یو طرف د شرکت د خونې خپل ګټه په نظر کې نیول کېږي ولی دغه ملک نه چې په معدن استخراجي اوخه خپل منافع په نظر کې نيسي خو طالبان په دې کې بې منافع په نظر کې نیول شي وي د ګټه په نظر کې نیول شي وي او پاس لدی رضاي چې دینه موږ نظارت وکړو هغه نظارتي مرجه وګوري چې ترته د فعالیت د استخراج و اتلای دی کنټرول دی افغانستان دی دولت او دی خلکونهوی پزدا دی موګه په زیان دی هم دی سیاسي د لحاظه هم دی اقتصادي د لحاظ کچرت ای دوه استخراج دی موګه دی نظارت لاندې دی, دی دولت دی اغه مرجو چاغن نظارت کوي ان کی دی دی اغه دی نظارت لاندې او دی خلکو پرونتیا کی د سرت رسیدي تابنده سلفي صدر اقتصاد ته ور واشنتن کې تړون لا شو په واشنتن کې ولې د افغانستان کې ګوره معمولا دا دا ش سوال دی چې باید دلته امضا شوی وي بالکل سلفی ساده باندې زمينه دلته مسايده شوی وي دا تړون دلته امضا شوی وي او خلکو ته د هر سټپ د هر قدم په حرکت کې حرکت کې خلک په جریان کې پریښودل شي وي دې ته د وضاحت ورکړل شوی وي چې نن دا غو مشکل ما است نه وای راغله ولی بعض وخت دولت معمولا دا غ رقم مسائل ته ډیر دی امنیتی مسائل وړاندې کوي ګوره کې کی یو وزیریا یو څوک رته موږ سره کو نه باندېږي او کچې ته غوټ غوټ شرکتونه را دعوت کوي او دلته بیډینګ په باندې کې د امنیت دوه مسولیت دوه مسارف ډیر جدیدی دولت ته ممکن یو بل مشکل رشي او د نن چې سرما گزارای ته په افغانستان کې خلک نه تشویقيږي خارج نه هغه یګانه وهمو داري د امنیت مسله ده او د دې د سرمایو د حیفه مال یاد بینت له مسئله نویدود خاطر کچې ته دا رقم په افغانستان کې د بیډینګونو حقوق وایي نه خواسته و انتهار یا انفجارګي په بین الملی سطحای موږ دوه شهرت ته صدمره رسیدي نو ممکن دا غ موضوع زړه د اخپل فکر نه یم چې ممکن دا غ موضوع دولت په نظر کې نیولې وي او دا قرار دا دلته صورت شي نو زه ورته خوشبین یم باید کار وشي او ورته بیا پوینډه کې دیني شرط دا چې باید ساره نه ساره نه شي ډېره جدي bale بل خبره پدې کې د 465 چې د نیوکه پتوګباني راپورته کوي یا د غیر قانوني فوتوګرافر ته کوي هغه دا چې د افغانستان د قانون وزارت ماده د قانون دې چې وایي هز دولتي چروا دو؟ کې چن شي کولای ترپینزو کورونه پورې کچې لاستفا هم کوي د تړون قرارداد ورسره لاچلیک شي د قرارداد تړون ورسره وشي لاچلیک شو سره خو بل طرف ته بیا د قانون او پټرولیم وزارت حقوقي رئیس ویل دي چې مخ د شخص نه بلکې قانون دا درګهون کړي دا هم قانون ید ویاغ نه اړول قانون ید وي د خپل د قانون او پټرولیم وزارت حقوقي رئیس چې یغه وایي مخ ته نړول قانون مهم دي خو د افغانستان قانون چې دی بیا د سربسر د د اصلي مرضی پټو باندې مطرح کیدل ته اوسګه م مهم دي خپل قانون ته وګورئ ک نړیوال قانون ته وګورئ ګوري مهم هر ملک ته خپل داخلي قانون دی ډیر مهم دی Uh, چوباید پر نظر کې یونیولشي ول چې یو مشکل چیزه معمولا زیاتره وخت په د خپل وظایفو کې د مسایل دي قانونونو ټکروالي چې زه د په بازو مجلسو کې نووسیوم چې موږ قانونونه د افغانستان بعض وخت نور آو ده ده قانون او داخلي قانونونه موږ د یو مرجې دی بل مرجې سره په ټکر کې دي بعض وخت او دلته هم کله چې موږ قانونونه جوړیو یا د بینړي قانونونه چې په نظر کې نیسو د هغه بعض توافقاتنامې په نظر کې نیسو موږ د ټکر والی تر ډیر توجه نکوه چې کله ټاکر ماي سره شي بیا څوک نو په دو خاطر د موګه د افغانان قانون مسته معتبر دي باید دغه په اساس باندې موګه ولادت شمخه کی او بین المللي قانون مسته الزامي ندي داس الزامي ندي چې حتما باید موګه بهرني ومنو او خپل ونه مون او دغه خپل قانونم داس ندي چې موګه د بهرني سبيخي په ټاکر کې دي تقریبا دای او بل تنجديوال لري دلته صرف موضوع د باس د قانون چې ټاکر ولای راغله نور هیڅ ټاکر نه لري صرف د اغه اشخاص چې په دولت کې وظیفه درلوده او اغه زمان یاغه موده تعین سرته نه ورسول دای په قرارداد ددې شوای دي تنو د غیوه موجود دلته تا کار لری نور کوم تا کار نه لری موږ په خپل قانون کې ویلي چې کلموږه یو ماده به دینګ ته ورکاو په کې داخلي او خارجي شرکتونه اشتراک کوي هر شرکت چې ورتیا لیاقت دی د پروژې د مخور بولول لري هغه یې ګټي دلته بل مهمه موجود تنظیم ده چې چرته موږ هغه تنظیم چي باید دغه شرکتونو مشته وړاند کی او افغانستان دولت ته وسپاري او هغه د افغانستان د دولت سوی تشويش چرتدې تشويش نشته بل تشويش د دغه تضمین دی چې د افغانستان خلکداري دغه مرجی څارنه وکړي د دا ډوري کې چې کچرته د قرارداد وشي کېده شي ا تضمین و نه لري او د دونای په ماله صورت ونیسي خو موږ دا وی چې تر اوسه پورې فعالیت نه دی شروع شوی کار نده شروع شوی قرارداد شوی قرارداد باید مطالعه شی هر کله چی قرارداد بیرون دی و ملک نکی په دیغه چا سطح هغه آن نه پلی کی ارزی د موږ قانوني مرجع تایکی که چرت هر ځای مشکل وی بی بیا هم په هغه باندې نظر ورکول کی قرار داد شوی و اوسم قرار داد راشی موږ تدارکات وبخښلې هغه مر... مربوطه بخشونه چې په دې کې وندلري هغه دی وګورید مطابق د قوانینو کې چرتہ څه مشکل دی ټاکر دی وړاندې کی برتہ د فسخه کیده ایمشي په قرار دادو کې شروع دو طرفه هول دی کې کې چرتہ د موجوده موږ د قانون سره پټاکر کې موږ د فسخه کو کې چرتہ د موجوده اس شو موږ فسخه کو نو دا باید وکتل شي چرتہ جدي مشکلې ما وې چې د تضمین مسالې ده او د څار مسالې ده چموږه کړای شو د خپل اقتصادي ګټه باندې د دوو پروژو کار واخلونکنه کچرتہ په دې کې مشکل دی بیا د موږ د اقتصادي ثبات سیاسي ثبات امنیتي ثبات ټول سره پټه کړی دی باید ونی شي هو کچرتہ دلته مشکل نشته یو شخصه مشکل پیدا کی کی دی شي دا دلیل دی د دولت سوی چې نور څو کاذوریږي نه یا دغه ریسک نه منی دوه شرکت منل لږه پیدا کی د افغانستان د روندته چړون کې دی وای چی دل تندور شرکتونه هم موجود ودل تندور سرمایه‌گذاران هم موجود و چې غوختل په دې کې پنګون تر سره کړی نو ولې بیا د قانون ماده م ناقص کیږي او بیا هغه چا سره تړون لا سکیږي چې هغه یو وخت افغانان د کابینه وزیر او پنځه کاله د استفا هم تيريږي نه یو کاله پوره کیږي نه خو بیا هم له سره قرارداد لا سکیږي دلته حتمی سياسي ملحوظه د دی رواندې هر څار بنسټ روډي دی موجود دي چې دا کوي رښتیا هم د بل څوک موجود نه و چې یوازې منصور نادری سره قرارداد لا سکیږي ګوري سداوی هم داغه ار موضوع کلاچ موګه او تاسو د خپل دید نورته ګورو موګه منفي پینچو نه ډېر کیستای شو <تصفح> اداچ موګویچ شرکتونه شتاري هیڅ یم په دنیا کې په لکا او شرکتونه شتاري په دغه بخش کې فعالیت کوي آیا هغه شرکت, شرکت شرکتونه اوماده شوی چې تا په دغه وضعیت کې سرمایه‌ګزاري وکړي کې دیش شرکتونه له دویو چې شپږ کال مخکې دا موګه بیډینګ ته ور کړې ده پروژې او چې شپږ کال امر کې ورکړل کېږي دا یو قانون د تدارکاتو کې چې اې ای دې بی اعلان بیل وخت لري اعلان تږي د مختلفو هغه مربوطه مشهورو چینلو او میدیا دخوانه دا اعلان تزي چې دغه رقميو قرار داد افغانستان په خپلوا مাদন باندې کې څوک چې ورته حاضر دی دای شروع دی د اعلان دی ډیر وخت په اعلان کې پات کې په اساس د قانون د تدارکات کله <تصفح> چې هغه وخت ورسیږي هر څوک هغه خپل پروپوزل یا هغه خپل پلان د دوه پاره چیزو د غوړند پروژې سره تر رسم دوی مرجئ تور کول کی او په دیم مرجه کې و کمیټه نوسته چې دا کمیټه بیا د شورت لیست کې چې کوم شرکټونه موثبر دي، دی الټډیر شر دي، اعتبار دي، د تزمين دي، د اقتصادي قدرت دي او د شه شهرت دي. دا ګوري په ديكي او شاتليسکی چلوچ شارتلیست شي د طبيعي او زمان تعینيږي چې په دغه زمان موجه د بيدینګ شروعكي تاثراتو کې اشتراک کوي بیا بيدینګ شروعكي هغه یو قیمت ورکول کیږي کوم چې د مورده دولت د خانه ورکول کیږي با دغه په بيدینګ کې هر څوک خپل قیمت ورکوي هر څوک خپل بل اخر یو شرکت کې ګټون کوي اعلانيږي نو فکر نکم چې داسي کار شوي وي چې هیڅ د بیډینګ ته نويتللای هیڅ په دوه بډینګ نیوي شوي او د مستقیمه شرکتونو تعین کړی وي یو دا که چرته داسي شوي ز بیا هم یم که چرته د موضوع په دغه رقم شوي نو بیا واقعا چې د افغانستان سره د خلکو سره د دولت سره د قانون سره غبن شوه دا کار باید ونی شي او ز کوم چې ز څمره په خبرېږم دو بعضو قرار دادونه بیډینګ حتمان کوي او تاریخ هغه قوانین حتما پاسکی نودغه په اساس به پدې کې مشکل نشته صرف د یو مووی چې د یو ټاکر دلته دی چې په دې کې د مخکنی وزیر داخل دی نو دا یو ټاکر دی دا, 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 دا باید نه وای اصول دعویي قانون دعویي چې هیڅ ماده هیڅ بند ماده چې کله په موضوع کې دغه څه ټاکر کې باید اجرا نشي یعنی دا قانون باید پلي شي حتما سلفی ستا خوس شوي یو شوي کار دی رازیش په دې دوي نه زاله اوس هم دغه د مسایلو د حل لپاره خو باید ولاره پیدا شي قانون په دونه ته د سرمشت پر وینا باندې نه ښښوي دی یانه هغه څوک چې نه باید ورسره لاسلیک شي تډون د افغانستان د کابینه وزیر وو یو مهال هغه سره تډون لاسلیک شو, 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 شو دی تر څو ویل چې اقتصادي ګټه باید زیات پاملرنه وشي چې دغه ګټه موږ ته زیاته د زیانې وسبله آخر دوه خلکو ته څنګه قینات ورکول شو چې د دې اقتصادي ګټه موږ ته زیاته را خیر کې سیاسي نقش شو دی قانون نقش شو دی حقوقي مشکلات لري او ګټه زیاته څنګه خلکو ته قینات ورکول شو به آخر هل لا پیدا شته مشکل دغه قینات اصل د پوهنه مانستریزی څو وخت خلک قینات کې چې خلک پوښتې او خلک څو وخت پوکي چې ته پټول موضوعات واځي پاک او سټره دیته وړاندې کی یعنی هر شی په ډیر ړونتیا خلکو ته وړاندې کی چې ګوري دا قرارداد په دغه ترتیب شوي د ډاکومنټس دی په دې کې دومره شرکتونه اشتراک کړي وو دا دا د بل اخر دا ګټون کې شوی اوس چې ګټون کې شوی دا شرکت داسې تزمين لري موشته او دو دو کله چې دا فعالیت شروع کی تومره د مو اقتصاد ودکه د د د اشتغال کی څومره تاثیر لري دا وزحد وسوک دا وزحان وزارت د دولت ورکی معدني ورکی او د موګه د تدارکات بخش او بخش پر ریاست جمهورري کې دای ورکی او شرکت دي د دی خپل طریقه د میډیا د طریقه خپل اعلانات هر رقم شدي د روان دي تر څو خلک آگاشي اوس خلک فقټ چاته کینی مغه یا بو کینی ته بو د د د دی دی دبان شفافیت خبر او تقوی نیسي چې هغه د خپل دیتنا خبری کې چې ویي چې قانون نقص شوی او د مادن د بخش نه غوي چې نا اقتصادي تاثیر لري دا په دوو رقمنکی دا باید د درسته اوس کغواړي چې د تېدامه ورکی خلقو تاوګاهی ورکی خلقو تا عام پو هاواي وړاندی کی چې په دې کې اقتصادي واده دا صرف د یو جز نو په دې صورت به خلق قنادت کړي شي قنادت وکي او د بازه سلیقې اختلافات چې منستري دي هغه کوم ځای به نه شي ډیر زه ته مونږ کور مودان عمر سي سلام الله علیه سلام الله علیه ان <مزدن> شاء الله درنو <مزدن> لیدوم کول ته زموږ منا <مزدن> نه کوو چې تردا محل <مزدن> مرصل مالتیه وکړه لاندې د ملروله د میروس به موضوع به بحث برنامه خداوند و با سلام با برنامه آغاز روز با من مرسل منصوری خوش آمدید حضور پررنگ فرزندان رهبران جهادی و سیاسیون در میان نامزدان انتخاباتی کارزارهای انتخاباتی را چهره دیگر داده است شماری از فعالان مدنی از میراثی شدن قدرت در انتخابات سال جاری انتقاد کرده میگویند خدمت کردن تنها در خانه ملت و کرسی های بلند حکومتی نه بلکه می شود در کنار نیروهای امنیتی نیز خدمت کرد در این مورد گزارش آماده نشر است رقابت و حضور تنگاتنگ جوانان به ویژه فرزندان مقام های حکومتی و رهبران جهادی در انتخابات مجلس نمایندگان ها را برانگیخته است شماری از منتقدان و جامعه مدنی با ابراز این مطلب از پیامدهای ناگوار میراثی ساختن قدرت هشدار میدهند بی عدالتی عدم حاکمیت قانون و معافیت در افغانستان سبب شده که رهبران گذشته افغانستان به رهبران مافیایی تبدیل شوند و این رهبران مافیایی امتیاز مسلسل از مردم افغانستان بگیرند فرصت های رشد اجتماعی به خصوص امکانات بلند آمدن شخصیت های بسیار بزرگ اجتماعی در برابر یک مافیای کلان سیاسی و اقتصادی هیچ نمیدانند تبارز کنند در این دوره از انتخابات پارلمانی خود رهبران به دلیل از اینکه مردم دیدی مثبت به اینا نداشته و ندارن و سابقه سویی که اینا داشتن در جامعه افغانستان نسبت به عمل کردی از اینا بدبین شده ای بار از یک زاویه دیگر و از یک دریچه دیگر وارد بازی قدرت و در اختیار گرفتن قدرت توسط فرزندان خودشان به نام تحصیل گردگان و به اصطلاح خدمت عرض کنیم که روشن فکران وارد عرصه قدرت و سیاست ورزی و حکومتداری در افغانستان می خواهیم بشه در همین حال شماره از جوانان میگویند وارد شدن فرزندان رهبران جهادی از دریچه جدید قدرت فصل نوینی از انحصار را باز خواهد کرد او کسایی که واقعا لیاقت داره توانایی داره اما علم داره اما عمل داره من با اونها رای بدید که مرد عمل باشه اما او فرزندای رهبرانو که واقعا خدمت وکنه چې راونه دا څنګه رارفته او ازونجا چې را کوم ورځه حمایتنه مخنه از مردمو افغانستان ته سولره وغه کې هغه ته بدره و شي نه خلک کساونت چې هغه لوړ پوری چارو کی دي زکه هغه د وطن په بربادي کې دوی لاس نه هغه ته معلومات زکه د جنگونه چې روان دي او دغه چې روان دي دا ټول د همدغه لږ نه دي که ته ول خپل چنل ته نه لېګي جنگ مرسه ول نه لې برخی دیگر از شهروندان از فرزندان رهبران جهادی و فرماندهان میخوان که اگر برای خدمت به کشور آماده اند با صفوف نیروهای امنیتی یک جا شوند که در گذشته هیچ مثال وجود نداشته است تمام پسران رهبران جهادی کاندید هستند و یک پیام که به مردم دارم و از اونها میخوایم که انتخابات ما سرنوشت ساز هست کسایی را که ما امتحان کردیم نباید بارها امتحان کنیم این درخواست در حال مطرح می شود که در بیشترین کشورهای جهان فرزندان رهبران سیاسی مکلفند که با صفوف ارتش خدمت کنند که مثال های آن را در میان نیروهای ناتو در افغانستان نیز داشتیم که در آخرین مورد یک از شاهزاده های بریتانیایی در جنگ هلمند اشتراک داشت برای بحث بیشتر در این باره آقای فردین فدایی رئیس انجمن جامعه مدنی جوانان افغانستان در استودیو با ما هستن آقای فدایی خیلی خوش آمدین با بحث امروز برنامه آغاز روز سلامت صبح شما بخیر سلام تقدیم میکنم به همه ملت افغانستان بله میخوام نظر شما در این مورد داشته باشم که چطور این همه فرصت برای فرزندان رهبران جهادی مهیا شده تا بخواید در انتخابات آینده نامزد بشن خب سلامت باشین ما یک سلسله مشکلات را که متقابل میشه متاسفانه که اینا رهبران جهادی یا کسای شخصت های سیاسی که در پارلمان دور قبل بودن اینا اول این که خیلی به گونه سری قانون از آدرس از اینا نقص شد و موضوع دومی که از طریق رسانه ما که هفته دو روز هم اینا در خانه ملت حضور نداشتن مم. که صدای ملت را بازگو کنه و مشکلاتشان را بیان بکنه متاسفانه که در این قسمت کمیسیون مستقل انتخابات باید غور جدی میکرد که این یک موضوع خانوادگی نمیشد که یک تعداد از اینا خیلی پول گذاف هم مصرف میکنه اما مقدار پولی را که کمیسیون مستقل انتخابات در اختیار یا گفته شده که به نامزدهای پارلمانی که این مقدار پول را شما باید به با مصرف برسانه متاسفانه که به رقابت های بسیار ناسالم و میلیون دلار داری هر کاندید یک تعداد از اینا رو من که میلیون دلار رو مصرف میکنن <تصفح> متاسفانه که اگر برنده شوند با چل و نایرنگ و با فریبی با اینکه وعده های بسیار کلان میتن مردم بیچاره ما را اینا که باز به خانه ملت رفتن اولین بار قانون از آدرا سینمی افراد اشخاص نقص میشه که یا بچه شخصت های سیاسی یا جهادی هر کسی که بوده باشه قانون از آدرس از اینا میشه مشکل به مردم ایجاد میکنن شاید زمین مردم را اینا غصب کنن شاید ده ها موارد دیگی. ما تقاضامند هستیم که رای عزت و شرف و حیثیت یک انسان است باید بسیار به با گونه محتاطانه به کسی بریزن که واقعا شایستهش باشه امروز ما در قسمت رای خود امیر رای خود ما در, در, در جای قرار داریم که عدالت میکنیم وقتی که یک کس را رای ما فردا دست ما به از او برسه این نباشه وقتی که او برنده شد وقتی که به قدرت رسید چون همی خود پارلمان چوکی پارلمان و وکیل پارلمان که میشن نماینده مردم اینها خیلی مسئولیت داره که اینا بچه خود را کاندید دادن بله حالا آقای فتایی با این که این اشخاص نقض قانون انجام دادن و همچنان به تعهداتشون عمل نکردن چون شما گفتین که حتی درست هم در مجلس حضور نداشتن فکر میکنین این همه باعث شده تا بتونن که فرزندانشون در انتخابات هم کاندید شوند خب تعداد از اینا خب شایدش ما شما بودیم حذف شدن ما یک تعدادشان هم حذف شدن و یا الله بچه دیگه خود عزاده یک از, از چند خانواده را, را از هر خانواده شان دو پسرشان کاندید است یا یک پسرش از یک ولایت یک پسرش از دیگه ولایت یا بردوش از ولایت کابل متاسفانه که یک سزل مشکلات خیلی قوی را به بار خاطر آورد و در قسمت از این که یک تعدادی که چهره های منفور بود سلاحی غیر قانونی که گشت و گذار میکرد کتش یا گارده غیر قانونی داشت یا نقص به زمین شریک بود زمین بیوه مظلوم و بیچاره را غصب کرده بود در چور و چپاول دست داشت در هر موضوعی را که ما یادآور شدیم در این قسمت ها که اینا دست داشتن اونا حذف شدن و هر قدری که اونا این که چیغ و یا یا فریاد زدن که ما باید به هر شکلی که باشه و که جاده را بند میکنیم اما قانون قانون است ما تشکری میکنم از, از کمیسون مستقل انتخابات باز هم سر از این موضوع که انوز بروز رایدهی یک مدت مانده باز هم سر از این غور کنن که کسایی که قانون نقض میکنن مخصوصا قانون انتخاباتی را که در این کمپاین های خودان پولای گزاف مصرف میکنن رقابت های بسیار ناسالم دارن و یک تعداده که فقط به خاطر از این که در پارلمان میرن که هر موضوعی که از آدرسشان سر بزنن قانون شکنی شود اونا فقط به می خاطر میرن و سر از این موضوع کمیسون سم شکایات انتخاباتی هم مکلف است که جلو همچون موضوعات را پیش از بین که ما پیش از بقای آدرس باید بگیریم و این معضل است که اگر شما نظرسنجی بکنین در سطح افغانستان که چقدر از این کسایی که بچه هایشان کاندیدای پارلمان هستند نظرسنجی کنین شاید که اینا 20 فیصد طرفدار نداشته باشن یا 15 یا 10 چون امو اعتبار اعتماد ملت افغانستان که بالا از اینا بود ظرف صفر شد فقط اهداف شخصی از اینا بالاتر از اهداف ملی هست همه موضوعات را به خاطر منافع شخصی خود و بالاخره به این موضوعات اینا و یک تعداد از اینا بسیار متعصب قوی هستند که بس موضوع قومی و سمتی و پر هم دامن میزنند امیدوار هستم که در این قسمت ملت افغانستان که این پر انتخابات سرنوش ساز است هر کس را که انتخاب میکنند و یک تعداد دیگر متاسفانه که در بین از اینا هستند که اگر بچه سیاسی و یا بچه جهادی نباشه او هم پول خیلی گذاف از آدرس های مختلف نمیدانیم که اینا از کجا پیدا کردن میخواین که پولشان سفید شود میلیون دلار مصرف میکنن مصرف خیلی گزاف دارن اما به هر شکلی که باشه میگم ما باید به خانه ملت را پیدا بکنم به خاطر از اینکه در اوج خو مسئولیت است و در اوج پول ما باید میگه سفید شود و هر کاری که از آدرس شنب شنب انجام چه فکر شما با ساخته شد اون انجام بده حالا چی فکر شما ببینید با مزرعه یک وکیلی که اصلا روابط قوی نداره یا پول گزاف نداره یا این موضوعات برین در قراردادی های کلان وزارت داخل و دفاع و اکثریت وزارت خانه همه ایشان اینمی کسایی دست که خون مردم اینا چوشیدن آه. چه فکر میگن با وجود این اشخاص پارلمان آینده چگونه خواهد شد و سرنوشت مردم چه خواهد کرد؟ اینو فقط با شعارهای بسیار غلیز با شعارهای بسیار کلان که اصلا بر قانون هم جا ندارد به مو شکل باشه و در این قسمت دیگه هموطنهای ما باید بسیار جدیت پیش برن اینه این ای نمیشه که ما بگیم که رای خودت چشم پود بریم که فلانا کس را خط کنیم بگیم یه آدم باید مورد اعتبار اعتماد باشه اما بسیار سر او باید قرار که ما شاید انتخابات های پارلمانی بودیم در افغانستان در زمانداری آقای کرزای و اینا به هر شکلی که باشه رای خود رای میگیره اما در جوان ها اکثریتشان روشن است مخصوصا جوان ها که اکثریت قشر ما شما تشکیل میتین بسیار غور جدی بکنن که به او قلدار به او, او زورمند به او،, او غاصب به او کسانی که به هموطن ما مشکل ایجاد میکنن رای نتن حالا ببینین که اینا وقتی که به پارلمان میرن اول موترای از اینا فیلم گرفته میشه و صد فیصد و بالاخره موترای زری و بی پلیت و پلیت هم باشه هوایی یا سلاحشان اسناد نداره از این آدرساس که اینا استفاده میکنن متاسفانه که هموطنان ما را به مشکلات زیاد اینا دوچار میسازن با وجود این همه مشکلات زمان کم هم به برگزاری انتخابات باقی مانده فکر میکنین که حکومت یا کمیسیون های انتخاباتی بتونن به این هم مشکلات رسیدگی بکنن و رفش بسازن خب طبعا مکلف هستن اما کمیسیون سم شکایت انتخاباتی هم کمیسیون مستقل انتخابات هم این موضوعات را گفت که اگر هر کسی که بالا از اینا ادا دارن بالا از اینا اگر زمین کس را اینا غصب کردن اگر با مشکلات اگر با مردم مشکلات ایجاد کردن در هر موضوعی که اینا اگر دخیل بودن شما میدونید که شکایت بکنین ما میتونیم اونا رو عزب بکنیم بدون کدام موضوعات اما امیدوار هستم که خب یک تعداد که اگر شکایت هم نمیکنن کنن شاید کنا تعدید شده باشن شاید کنا ترس راست داشته باشن از اینا اما به هر حالتش ما فکر میکنم که ملت افغانستان بسیار اینا را ما میگم که پول از اینا را هم بگیرین نان از اینا را هم بخورین اینا خب زمینه فساد را خودشان مهیا می سازند درست در در قدم نخست زمینه را فس... می سازن. از این قدم نخست اینا قانون انتخاباتی را نقض می کنند خاطر از اینکه این که یک میلیون افغانی در بر شما گفته شده که شما با مصرف رسانه در دا کمپاین تا تو کسای از اینا را ما می که تا فعلا یک میلیون دلار مصرف کردن. امیدوار هستم کمیسیون مستقل انتخابات در این قسمت و یک تعداد دیگه ای که پول مصرف میکنه اگر قرض میکنه اگر زمین مفروش هر موضوعی که دارن اون که باز به خانه ملت باز دیگه او پس میخواد که خدا سیر بسازه و از خون ملد بکنن. و ملت میخواه خدا تقضیه بکنه و بعد هر از هر موضوعی که پیش بیاید او آدم دریغ نمیکنه در مشکلاتی که بالای هموطنان ما ایجاد شده یا دریغ نمیکنن اما به هر حالتش کمیسون مستقل انتخابات که فعلا کمپاینا جریان داره نمیدونم 13 14 روز با روز رایدهی است و این هم جلو از این موضوعات را کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سم شکایات باید گرفته شود یک بحث کلانی که این تعداد از بچه های جهادی و شخصیت های سیاسی آمدن که امیدوار هستم که به اینا به یک تعداد اینا که به خوب ندارن رای نتن و یک تعداد که تجار از آدرس های مختلف اینا پول پیدا کردن و بسیار مصارفشان بی‌نهایت گزاف است اینا ما براتون به یقین کامل گفتم میتونم که یک میلیون دلار یک میلیون افغانی کمیسون میگن شما با مصرف برسانین، اینا یک میلیون دلار با مصرف میرسانند ببینید این رقابت های ناسالم است که او جوانی که پول نداره تحت شوا از اینا قرار بخواد گرفت اما امیدوار هستم که هموطنان عزیز ما با کسان رای بتن که ملی ها باشن تعصبات قومی رو دامن نزنن به خاطر منافع ملی کار بکنن بحث قومی و سمتی این موضوعات دامن زده نشه فقط به خاطر منافع ملت خود کار کنه بله اما آقای فدایی خیلی از مردم هم در اینکه که قومی افزایش پیدا بکنه دخیل هستن چون در زمان انتخابات ریاست جمهوری هم مردم به دسته تقسیم شدن که تعصبات به وجود آورد هم فکر نمی‌کنین که مردم هر کس با ملیت و با نژاد و مذهب خودش به اون وکیل خاطر رای داد خب این سر از این موضوع بسیار مردم عزیز ما باید غور جدی بکنن ام. که هر کس را که رای میتن بسیار سر از او فکر کنن حالا و بگرند مدلوم... از او را مطالعه داره. بکنن در فکر از این نیستن که این شخص فاسد است یا دروغگو است فریبکار است مهم این است که از ملیت خودشان باشه از هم مصب خودشان باشه و رای میتن من فکر نمی کنم اکثریت ما اکثریت در سیستم او سیستمی که سالای گذشته بود نیست ام. و حالا مردم هوشیار شده بیدار شدند و اون جوانایی که اگر واقعا مسلمان است درست <applause> بس این گپای دیگه شه کنار میگذاریم اگر واقعا مسلمان هست و بس موضوعات قومی دامن نمیزنن به خاطر از این که اگر من میگم که فلانی که است چرو پشتون است یا هزار است یا ازبک هست در مقابل پروردگار قرار میگیرم کفر است این را نه من میگم نه کدام رهبر میگه نه رئیس جمهور میگه این را پروردگار میگه که ما اوتور است کرده به هر حالتش اون جوانا تعداد زیادش ها ناگاه شدن روشن شدن و رایشان به کسی خواد بود من کارت نو دیروز بودم اموجا حتی جوانایی بود که یک تاجک را برش کمپاین میکردن جوانای قوم پشتون ما به کم در طرف خیرخانه از قوم پشتون ما کمپاین میکرد به بسیار به گونه درست و در یک صلح و صفا اما به هر حالتش اصیر کسی پوشی کرده نمیتونه که بحث موضوع قومی نسبتا دامن زده میشه <applause> ایره که بگویم نگویم بخوایم نخوایم شاید که این موضوعات کم بیش دامن زده شه اما به هر حالتش به این کسر را را رای بتیم که فردا دست ما با یخن ازو برسه فردا گوشی ازو خاموش نشه فردا ما مشکل غیر قانونی ندارم فقط یک جوانی که اگر وزیر و موین و رئیس نشناخت اون دیگه بیچاره اگر مستری خود را گرفته باشه در خانه باید خراب بشه ما میگیم باید به درد از جوان اینا بخورن. و درشان به در همه جوان ها ملت افغانستان باز باشه امیدوار هستم که در این قسمت و ما و شما متاسبین هم مشناختیم کسایی که قومگرایی و سمتی و مذهبی پیش می رفتن طبعا من مشناستم خودت هم شاید بشناسی. به که رأی خود به اون نتی و کس را رأی بتیم ما تاجیک متاسب داریم ما پشون متاسف هم داریم ما با میره قمزاره متاسب و ازبک متاسف هم داریم همه اقوام به هر حالتش ما خود ما باید تفکیک بکنیم که کی واقعا ملی هست کی به خاطر منافع ملت خود کار میکنه ما باید به با او رای خدا بریزیم اگر بس این باشه که ما بگیم که فلانه کس متاسب از بارم بازم کورکورانه بریم به او رای بتیم خب این سرنوشت ما باز به خطر مواجه میشه <تصفح> اما به هر حالتش ما کسر انتخاب کنیم که اول از اون مطالعه شد چی کار رو انجام داده؟ در... را... کسایی که باز هم خود کاندید کردن درست؟ یک دوره را در خانه ملت گذراندن این که چی کاری کردن نکردن در قبال از او کسایی که برش رای دادن ال قصابت میکنن حالا برش کار نشده من میگم که اون کسی که خود کاندید کرده در این دوره و پارلمان مخصوصا جوانای عزیز مخصوصا یک تعداد واقعا قابل قدر قابل فهم هستن و کارهای ملی میکنن به با او باید رای من تعداد از وکیل سایبار که میگم که شما کار بکنین وقتی که برنده شدین که کسایی که برای شما رای دادن وادار شوه بگه چو باز انتخابات برگزار میشه که ما امی افراد اشخاص انتخاب بکنیم این مزیر رای است این لذت بخش میشه برای خودت وقتی که تو در خانه ملت میری باز هم کار بنیادی و اساسی و برای ملت کار میکنی مردم که برای رای داده بگه چو انتخابات میشه که باز امی احمد محمود کلبی و مقصودم انتخاب بکنم این چی است که تو بتانی انرژی بگیری از این ملتت ملت که بتونی کارای بنیادی این نباشه که تو در خانه ملت رفتی برو پروژه بی خانه ملت رفتی سرک بند کو خانه ملت رفتی تصوبات قومی رو دامن بزن خانه ملت رفتی در یک ولایت برو با سرود ملی استاد نشد خانه ملت رفتی زمین مردم موتر مردم با زور بگی خانه ملت رفتی ده ها موارد را از سر تو سر بزنه که ما و شما شاهدش بودیم اکثریت قانون شکنی ها از آدرس تعدادی از نمایندای ملت است <تص> که فعلا در خانه ملت است تو هر کدام 20 تا, تا 30 تا بادیگار داری تو را کی اجازه داده کدام قانون بر تو اجازه داده با 5 6 موتر زره میگردی و و و درایور تو از آدرس تو چه رقم استفاده میکنه پلیس ما را اینا کوب کرد و داش نام داد اون وکیل دیگه که حیثیت آبرو اگر خودش داشته باشه خواهم شو یک سوپرمارکت ما را که ما شما شاهدش بودیم که چه رقم شیشه از شکستان و بالاخره مردم جمع شد چه قبا بی عزتی هم او آدم چه ببینید ما میگم که ام چو افراد اگر باز هم کاندیدات باید به با اون رای ببین که ما خود ما اگر واقعا وجدان داریم ما خود ما قاضی خود باشیم امروز اگر خود ما خود را اصلاح نسازیم ما چطور میتونیم با مردم مشوره خوب داشته باشیم یا ما را اصلاح بسازن امیر رای ما است میدانیم که اینی احمد آدم غاصب آدم منفور آدم چور چپاولگر هر موضوعی را که بگویم برش همین رای ما باز هم میریم با می صندوق با می آدم میریزه نامش تک مارک میکنیم اما یک کس دیگه را ما سرش غور بکنیم که واقعا شایسته هست یا نیست امی از از من ما من نمایندگی واقعا کرده میتونه صدای من را در روز بلند کرده میتونه صدای بر حق من را، البته غیر قانونی هم نه امروز ورزشکار مشکل داره ما ما جوان ما 3.4 میلیون ما بیکار داریم اکثریت جوان 3.7 میلیون موتا داریم اکثریت جوان درست است ما وقتی که جوان ها به پارلمان میرن متاسفانه که بار قبل هم رفته بودن اما اعتبار اعتماد جوان ها رو اینا به سفر ساختن ما امیدوار هستیم که حالا جوان ها که میرن در صدد از این نباشن که پول جمع آوری بکنن در صدد از این نباشن که بره پیش یک وزیر من امروز تعدادی از وزیرها و این بخش ها رو من ملمات نمیکنم من یک روز پلیس کابل قماندان صاحب اینا من با بخش امنیتی بسیار روابط تنگاتنگ دارم گفتم شما اگر بگوین نگوین در کار شما دخالت است مخصوصا آقای وزیر داخل هم. امروز وکیل پارلمان پیش اگر کار غیر قانونیش انجام ندادی فردا 50 نفر جمع میکنه امضا جمع میکنه تو استهزاء میکنه فقط گپای شخصیش که انجام داده نشد و این که وزیر اگر چون خب اینا اون جرات هست. هستن اینو ما نمیگیم به جرات هست همین کسا که قانون اینا نقض میکنن و متاسفانه که این پلیس ما بیچاره در کار پلیس در کار اردو در کار اکثریت این بخش امنیتی ما اینا دخالت دارن فلانه کس بچه مامای ما سوم روزه فلانه کس بیاد از ما فلانه کس بچه کاکای ما دینی ولایت باید, باید از ما قمانتان تو لایبر و قماندان هم بره ببینین وقتی که دست از اینها کوتا میشه باز امو اعتراض خود را میکنن اعتراضشان بر حق نبود اکثریتش فقط منافع شخصیشان که در خطر بوده اعتراض کرده تشکر از حضور شما آقای فدایی در بحث امروز برنامه و بیننده های عزیز ممنون از همراهی شما هم تا این دم تا لحظات دیگر همکارم در خبرهای ساعت نو با شما همراه خواهد بود خداوند نگهدارتون دوباره خوش آمدید رئیس جمهور غنی در سفر به بلخ به نیروهای امنیتی دستور داد تا امنیت این ولایت را جدی گرفته و دزدانی که قصد اخلال امنیت بلخ را دارند سرکوب نمایند آقای غنی تاکید دارد که بلخ باید به مرکز صادرات بین المللی افغانستان مبدل شود در همین حال والی بلخ میگوید به هیچ فرد اجازه نخواهد داد تا امنیت این ولایت را مختل سازند در این مورد گزارش آمده نشر است پس از حل تنش های سیاسی میان ارگ و بلخ این دومین بار است که رئیس جمهور غنی به ولایت بلخ سفر می کند. این روزها بیشتر نگرانی بلخیان افزایش چالش امنیتی است از همین رو رئیس جمهور غنی در نشست با باشندگان بلخ بر نیروهای امنیتی دستور داد تا امنیت بلخ را در اولویت کاریشان قرار دهند برادر خطرها اتفاقی ایجاد نشد این خطرات امدیس از خاطر که هر روز که ترخم و سپین بسته میکردن در کابل لرزه میمد ما مردم لرزه نیستیم رئیس جمهور غنی بر افزایش صادرات از ولایت بلخ با آسیای میانه و کشورهای اروپایی تاکید میکند بلخ ان شاء الله تعالی به یکی از بزرگترین مراکز صادرات و همچنین تجارت بین بدل خواهد شد از این جهت یک نقشه رای واضح هم برای حیرتان و نایب آباد و هم برای شهر مزار شریف اساسی است و یکی از بزرگترین شرکت های مشورتی بینالمللی در خدمتان گذاشته خواهد شد که آینده مزار شریف و شهرهای بلخ و حیرتانه به صورت واضح بیبین. برای بررسی وضعیت آسیب زگان جنگ و خشکسالی و بررسی افزایش صرفی برق در ولایت بلخ نیز رئیس جمهور غنی را موظف نموده است تمام اراکین دیگه ادایت واضح است که یک بررسی سر سری جناب فایم سب و درانی سب تحت نظر جناب والی سب انجام بتن ادایت میس که هر مقدار کمک کار باشه بر بلخ در اختیار بلخ قرار در همین حال والی بلخ اطمینان میدهد که به هیچ فرد یا گروه اجازه نخواهد داد تا امنیت را برهم بزند ما قماش مردم دزدهای عرفهوی ب خاطر بدنامی به خاطر بدنامی دولت که در راث دولت و نماینده رئیس صیب جمهور مه د ولایت بلخ هستم یک سلسله تحرکاته برا انداخته به کمک پروردگار با همکاری شما مردم عزیز و حمایت مستقیم جلالت به محترم رئیس های به جمهور و با تشریک مسایی که با ارگانهای امنیتی و دفاعی ما در ولایت بلق دارم انشاءالله دستای زورا بسته کرده به چنگال قانون میسپارم رئیس جمهور غنی در این سفر 150 میلیون افغانی را به این ولایت اختصاص داد تا برای بهبود در های گوناگون هزینه شود همچنان ایجاد مکانهای مناسب برای نگهداری زندانیان و معتادین وعده دیگری وی به با باشندگان بلخ است. برای بحث بیشتر در این برای آقای محمد افزل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ با ما هستن. آقای حدید سلام وقت شما بخیر. تشکر سلام بر شما و همه همکاران گرامی و بیندگان محترم تلویزیون شما و صبح شما بخیر. بله چه فکر میکنید که آقا آیا آقای رئیس جمهور غنی با موقع متوجه این شدن که امنیت شمال بد است و این همه عمدی است خب در شما میفهمید که از دو سال به این نگرانی های در راستای مشکلات امنیتی در شمال افغانستان و در در بلخ در سه چار در این اواخر بیشتر شده چون میفهمید که بلخ با داشتن راه افتاد کیلومتر راه خط آهن و همچنان بندر دو بندر بسیار اساسی که در ولایت بلخ وصل است به این خاطر این یک جایگاه خاص تجارتی را در بعد از دیگه بنادر افغانستان بلخ متوجه مخالفین دولت هم متوجه این مسئله شده و آنچه که رئیس جمهور اسلامی افغانستان هم در این راستا اشاره کردن این نامنی ها را ریشه در آن مسائلی که می به اصلا بلخ شارای پیشرفت و ترقی برای تجارت شود کسایی که دشمنای مردم افغانستان هستند در هیچ جای شک شبه نیست ولی می بینیم در افغانستان امنیت به صورت کل خراب شده رئیس ولی خوبی است که جناب رئیس به جمهور گفت که ما در صدر برنامه های امنیتی خود دیگر برای ما هم وقتی که نشسته که با اعضای شورای ولایتی داشت این وعده را داد که دیگر نمیگذاریم که هیچ ولسوالی بلخ شهرش به هر صورت هیچ ولسوالیش نام شود و ما با تمام قوت خود بر دفاع از ولایت بلخ حاضر است و به نیروهای امنیتی هدایت داد که دیگر نگذارند که بلخ ناامن شود بر ازی از نقطه نظر استراتژیک و یک بازار تقریبا تجارتی بین المللی میخواد بلخ چیز شود باعث یک الگو قبول شود بنا بر این ارزش ها و جایگاه خاصی که بلخ داره رئیس جمهور وعده دادن که ما در راستا با مردم ولایت بلخ در تامین امنیتش کوشش میکنیم و در اولویت قرارش میکنیم بله آقای حدید چرا تا کنون رئیس جمهور غنی چنین تصمیمی را نگرفته بود که باید امنیت بغ و شمال کشور در سطر برنامه های امنیتیش قرار بگیره با اینکه نماینده های مردم احزاب سیاسی یا فعالین سیاسی همیشه نگرانی داشتن از نامنی ها در شمال کشور و بلخ خب رئیس جمهور چالش ها و مشکلات زیادی داشت در اداره خود و در داخل دستگاه حکومت و با مردم ولایت بلخ شنانچه که شما در سفر گذشتهش رئیس به جمهور دیدین که آمدن و مردم بل خبرش هیچ وقف نگذاشتن و با همین گونه یک سفر داشتن بر افتتای یک سبستیشن و دوباره پس رفتن که خوشبختانه خود رئیس به جمهور این بار از مردم بلخ در حضور همه معذرت خواست و گفت که ما در اون دور نتونستم خدمت شما با این خاطر من فکر میکنم که دیدگاه های سیاسی و نگاه هایی که در بلخ و بهمیری که قبلا داشت سفر جدید فکر میکنم که یک صفحه جدید را می بر بلخ به صلاح تازه باز کنه و شاید هم دلایل مختلف داشته باشه این مسئله ولی به هر حالتش ما خرسند هستیم که مردم ما آسیب نبینه ولایت ما آسیب نبینه و چنانچه که در سخنرانی های دیروز جناب رئیس به محترم جمهوری اسلامی افغانستان شما شنیدین که آقای رهگذر والی محترم بلخه گفتن شما نماینده خاص ما هستین خواهید بود و, در این و ما شما را با تمام قوت های ده ها نیروهای قوت های امنیتی دیگه شما را حمایت میکنم و دستور بتن برای تامین امنیت شهر مزار شریف و این فرمان از امیل از حکم مسادر است شما در این راستا میتونین که در تامین امنیت بلخ از تمام ابزار امنیتی استفاده بکنین و نگذارین که بلخ نام شد خود از این ای سفر چیزهایی که گفته و وعده هایی که بر مردم بلخ داده واقعا اگر این وعده ها عملی شود مطمئن هستم که حالا میخواین که با مردم بلخ به صلاح در مهرورزی را باز کردن و میخواین که صفحات گذشته خود قاد کردن و میخواین یک راه جدید در پیش بگیرن ولی ما بسیار خورسند هستیم هر کسی که برای خیر مملکت برای آرامش برای صلح مردم ما قدم میگذاره ولو هر کسی که باشه ما انشالله او را استقبال میکنیم بله اما آقای حدید رئیس جمهور غنی و همچنان دیگر مقامات حکومتی در آغاز کار حکومت وحدت ملی هم چنین وعده هایی داشتن که تاکنون شمارش هم انجام ندادن چه فکر میکنین بعد از این انجام خواهند داد چه باعث خواهد شد که در یک سال کار حکومت وحدت ملی باقی مانده این هم انجام شود خب پیش داوری مثلا فکر میکنم کاری کار به ثواب نخواهد بود ولی با آقای نظر به زمانی که, که باقی با ما مانده با, مردم داشتن یعنی بله نظر به زمانی که باقی مانده فکر می کنید که این همه وعده های خاش. رئیس جمهور عملی شوه و تا کنون چه چیزهایی را شمال کشور و ولایت بلخ از دست داده در اینکه حکومت متوجه نبوده که باید به با وعده هاش عملی کنه خب ما با در مورد پروژه ها مثلا سرک کمربند حلقوی داشتیم اینا رو وعده داد که ما ایر خلاص میکنیم ساختن محبس بلخ بود گفتن بر سال آینده ما در نظر میگیریم اجالتا یک محل از قل اردو گرفتن در اختیار محبس و معتادین دادن و 150 میلیون کمک کردن و وعده های زیر دادن که ما در آینده ها کمک زیاد میکنیم ما امکانات پایین آوردن قیمت صرفی بلخ برای همشریان بلخ بود که نوید دادن یعنی بعضی مسائل است که میشه در زود هنگام برش شکل رسیدگی کرد اما بعضی پروژه هایش که وعده هایش نیاز به زمان داره من فکر می کنم که یک مقدار هم خوشبینی خوشبینانه باید اگر برخورد بکنیم خب گپای خوبی زدن اما تا حدش ممکن است که چون پایان حکومت بود و میشه یک سفر کمپاین گونه هم بوده باشه برای که مردم رضایتمندی مردم و بتونن کمایی بکنن میشه یک پالوی این مسئله امین بوده باشه به هر حالتش باز هم صحبت ها خوب بود و وعده های زیاده برای مردم ولایت بلخ و هم برای والی محترم بلخ دادن و ما امیدوار هستیم که وعده ها جامع عمل بپوشن بله چرا حکومت بیشتر مصروف از های سیاسی شده تا امنیت که حالا با فکر این شده باید امنیت در صدر کارهایش قرار بگیرد خب شما میفهمید جایگاه بلخ ما پیشتر بر شما گفتم که جایگاه خاصی در شمال افغانستان داره و ای اگر بلخ صدمه ببینه به این که حکومت مرکزی و تمام افغانستان در این راستا صدمه میزنه در گذشته بلخ امنیتش خوب بود ولی از یک سال یک و نیم سال به حتی دو سال به وضعیت امنیتی در اطراف ولایت بلخ در برخ از ولسوالی هایش ناامنی صورت گرفته و ای حالا در این آخر پایان کار اینا متوجه به گپ شدن که واقعا بلخ برای حکومت مرکزی و برای سراسر افغانستان بسیار مهم و کلیدی هست اگر خدای نخواسته بلخ نام شد شما میبینید تحولات افغانستان همیشه از بلخ بوده از دهه افتاد که ما شروع کنیم تا اینجایی که ما شما رسیدیم همه این تحولات از بلخ آغاز شده آغاز تحولات افغانستان از بلخ شده نان جایگاه بلخ من فکر می بسیار مهم است برای نه و محکومت مرکزی به این مسئله متوجه شده و گفته که ما هیچ وقت نمیخوایم که بلخ نام شد و ما تشکر میکنیم از مسئولین حکومت مرکزی که گرچه فرصت ها را همیشه در گذشته از دست دادن و این فریاد ها را مردم بلخ میکشید در گذشته اما این آوازها ها کمتر شنیده میشد حالا که یک صفحه جدید برای روزنه امید برای مردم شمال و بلایت بلخ پیدا شده و ما ایر استقبال میکنیم بله. چه فکر میکنید که رئیس جمهور غنی اگر به وعده هایش عملی بکنه باید از کجا کار شروع بکنه بر ولایت بلخ؟ در ولایت بلخ بر ما وعده داد که ما سرک های کمربند قیر میکنیم و برای ساختن محبستان برای سال پار در شامل پلان انکشافی سال پار در بودیجه ای را میگنجانیم همچنان در مورد صرفه برقش می خواهیم این شبکه برق سرتاسری برای تامین برای بخاطر ازی که عدالت در سراسر افغانستان رعایت شد و این تفاوت های نرخای که در سایر ولایت افغانستان است می خواهیم یکسان بسازیم و همچنان برای تأمین امنیت که در اولویت قرار داد برای هر سه وزارت وزارت محترم دفاع داخله و ریاست محترم امنیتی هدایت داد که بلخ در صدر تدابیر امنیتی قرار باید داده شد. ما فکر میکنیم این کارهایی که جناب رئیس جمهور گفتن و همچنان مشکل اساسی که مردم شمال و به ویژه ولایت بلخ در دو ولسوالی داشتن در شورتپا و کلدار یعنی تحکیم سواحل دریای آمور وعده دادن که ما یک سیستم جدید را روی کار گرفتیم و در سال آینده ان ما میخواهیم که را هم شامل بودجه ملی بسازیم و برای تحکیم سواحل دریای آمور که هر روز به سرای دریا به اصطلاح خاکا و اراضی بلخه تو خود میکنه اینها وعده هایی بود که وعده هایی که میان مدت و کوتاه مدت و همچنان وعده هایی که دراز مدت نیاز به زمان داره برای مردم ولایت دادن و یکی وعده ها چه قدرش عملی میشه و چه قدرش واقعا به این رسیدگی صورت میگیره خب ظاهرا این حرفهایی بود که مردم از این مساله از یاداورین ای این مسائل خیلی خوشنود شدن در راستای رشد تجارت در بلخ و صادرات با جامعه تجاری هم صحبت کرد با اقشار مختلف با جامعه مدنی با دانشگاهیان و با تجار ملی بسیار خیلی زیاد دقیق سر همه مسائل کار کردن این که تا چی حد و اندازه میتونه که این وعده و که دادن گرچه و فرموده شما در گذشته ها این وعده ها و ها امی که اعتماد میان حکومت و مردم کمتر شده فضای باور باورمندی نسبت به با وعده های حکومت و مسئولینش کمتر شده این یک حقیقت مسلم است مال ما امیدوار هستیم که این بار دیگه مسئولین به مردم به صلاح دروغ نگوین و کوشش بکنن که اگر میخوان فضای اعتماد خدشه‌دار نشه و حمایت مردم از حکومتش بیشتر شود باید به با وعده های خود حکومت وفادار باشه و عمل بکنه بله آقای حدید حالا زمان خیلی کم هم به برگزاری انتخابات پارلمانی باقی مانده و همچنان به ترقیب ریاست جمهوری فکر میکنین که رئیس جمهور وقت پیدا بکنه اینکه به بلخ یا به شمال کشور کاری انجام بده خب من گفتم پیشترم که بدون شک دو روند ملی هم روند انتخابات پارلمانی پیش روی بود و هم در ماه آینده انتخابات ریاست جمهوری رئیس جمهور احتمالا در این شرایط بسیار اساس و در این مقطع زمانی بلخه انتخاب کرد و خواست که به اصطلاح آمیانیش دل مردم بلخ بدست بیاره چنانچه که با صحبت هایی که داشت مردم انتظار از این مسئله داشت که باید رئیس جمهور امو اشتباهاتی که در گذشته داشته امو خبتای خدا به اصلا چیز بساده جبران بکنه که تا حد هم این مسئله را تلافی کردن که ما تشکر میکنیم از, 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 تشریف و ای که باز هم برای مردم بلخ زدمندی دادن ما کار خوب و خوب باید بگویم و کاری که نادرست است باید تاییدش نکنیم چنانچه سفر قبلیش ما با نهایت الفاظ بسیار تند و رقیق و اصلا ردش کرده بودیم و نقد کرده بودیم ولی حالا چون این سفر یک سفر بسیار خوبی بود و سفر که تا حد رضایت مندی مردم ما بایش بود و ما امیدوار استم که هرچند زمان بسیار اندک مانده خدا کنه که این وعده هایی که رئیس جمهور بر مردم ولایت برق داده این وعده ها از طرف مسئولین و ادارات مربوطش برای خدمتگزاری بیشتر مردم ولایت بلخ اثر گذار و ممد واقعی شد و همچنان در منسی عمل و اصلاح ای خواست های مردم ولایت بلخ پیاده شد میگذاریم میره پیش داوری نمیکنیم قضاوت را بر زمان میگذاریم ولی اگر خدای نخواسته دیدیم که عمل نشد است که ما موزیگیری خدا و بر دفاع از حق مردم خود یک مسلم ما با هم قواتش باقیست. بله تشکر از شما که در این بحث با ما بودید نقای حدید وقت خوش تشکر بر شما روز تا لحظات دیگر همکارم در بخش خبرهای ازبکی با شما همراه خواهد بود آغاز روز دوباره ادامه خواهد داشت دوباره خوش آمدید من مرسل منصوری با شما هستم زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای افغانستان وارد اسلام آباد شد آقای خلیلزاد در این سفر قرار است با مقام های پاکستان روند سلح افغانستان و منطقه را برای زنی گیرد آگاهان تلاش های امریکا برای صلح را استقبال کرده می برای رسیدن به صلح افغانستان آوردن فشارهای لازم بر پاکستان یک نیاز جدی است در این مورد گزارش آمده این است. جان زنی ها برای پایان جنگ چارده در افغانستان که گفته می شود ریشه اصلی این نامنی ها در پاکستان است زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان وارد اسلام آباد شد تا راه را برای رسیدن به صلح در افغانستان جستجو کند برخی از آگاهان نقش امریکا را در آوردن فشار بر پاکستان حیاتی می دانند. مسئله یک مسئله بسیار پیچیده و دشوار هم هست. حالا که های دکتر سب از طرف کشورش از طرف آمریکا وظیفه گرفته که در مسئله سوق در افغانستان کار بکنه ما را از, از این استقبال میکنیم یک کار خیلی خوبی همه یک مسئله است که باید در افغانستان روز آورده شود برخی رسانه های پاکستان گزارش دادند که آقای خلیلزاد با مقام های ارشد ملکی و نظامی به ویژه نخست وزیر پاکستان نیز دیدار خواهد داشت ذهنیت که آقای خلیلزاد پاکستانی ها در واقع پاکستان یک کشور دهشت افغان پاکستان یک کشور که حامی تروریست بودن میتونه قطعا یک کمک بکنه زمانی میتونه کمک بکنه که دقیقا پاکستان باید در یک انزوای بین المللی کشانده شوه و بیشتر آمریکا به عنوان یک کشوری که پاکستان یک عضوی از اعضای استراتژیک ایالات متحده آمریکا بوده میتونه قطعا گذار باشد پیش از این نیز وزیر خارجه آمریکا با پاکستان سفر داشت و از آن کشور خواست که در روند صلح افغانستان همکار باشد آمریکا همچنان هشدار داده است اگر مقام های پاکستانی همکار آمریکا در مبارزه با حراس افغانی نباشد کمک واشنگتن با اسلام آباد قطع خواهد شد برای بحث بیشتر در این مورد آقای عبدالوارس قادری فعال سیاسی با ما هستند آقای قادری خیلی خوش آمدیم به بحث امروز برنامه آقای قادری سلامت و در نخص میخوایم پرسیم که نقش آقای خلیزاد در روند گفتگاه سور خاطر تامین امنیت و در افغانستان چقدر زیاد است شما چگونه میدانید؟ به نام خدا و با عرض سلام اترام خدمت شما و بنندگان محترم و همکاران بخش تخنیکتان دقیقا آقای خلیلزادی که از دیپلمات‌های های کار کشته که در آمریکا کار کرده و بعد هم در کشورهای دیگری به عنوان دیپلمات نماینده آمریکا بوده اما شناخته که آقای خلیلزاد از وضعیت افغانستان داره و از وضعیت پاکستان داره من فکر میکنم که اگر آمریکایی ها واقعا صلاحیت بیشتری برای آقای خلیلزاد بدهد من فکر میکنم کنم واقع می شود بنا بر چند دلیل اول اینکه هم با باورهای به با خود خلیلزاد نسبت به پاکستانی ها خیلی خشین هستند یعنی پاکستانی ها را به عنوان یک کشوری میشناسان که همیشه برای تخریب و برای مداخله در امور افغانستان فعالیت کرده سیاستهای سیاست های نادرستشان علیه افغانستان کار گرفته به همین منظور این مسئله خیلی مهم تلقی می شود برای از که امریکایی ها هم خواستند که یک فردی را به نمایندگی از کشورشان بر افغانستان و پاکستان بفرستند که شناخت کاملی از وضعیت داشته باشد اگر اینکه ما باید به صلاحیت داده نشود و اونا هم به پاکستانی ها هم بر این مسئله یک پیشانی باز نشان ندهد و یک وضعیت را به شکل درست به بررسی نگیرد و حرفهای خلیل آقای خلیلزاد هم در حد یک شعار باقی بمانه با سفرها نمایشی شود من فکر می کنم که این باز نتایج مطلوبی نخواهد داشت اما عرض من این است که آمریکایی ها که خواستند که در مسئله صلح افغانستان تلاش های جدی خود را آغاز بکنند اما این که شما یک مسئله را یاد داشته باشین که امروز او به 2012 و 2010 دیگر نیست که آمریکایی ها تنها کلید صلح افغانستان را پاکستان اینمان بکنن بر از اینکه پاکستانی ها امروز اگر یک قسمتی از مداخلاتشان را در افغانستان دارند دیگر کشورهای هم هستند که در امور افغانستان دخالت میکنند امروز دیگر جنگ افغانستان یک کلید ندارند این جنگ افغانستان کلیدهای های گوناگون دارند که بر امور افغانستان دخالت میکنند اما اینکه چیقدر قدر میتونه سفر آقای خلیلزاد بر پاکستان موثر واقع شود برای روند صلح و گفتگوها با کشور پاکستان و افغانستان موثر واقع شه من فکر می کنم که از این گونه سفرها و از این گونه نشست ها پیرامون جنگ و صلح افغانستان گوناگون بوده و متعدد بر 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 برگزار شده نتایج تا هنوز نداشته بسی اساسی اینجاست که اگر واقعا آمریکایی ها می خواهد و کشورهای منطقه می که در افغانستان صلح محقق شود و برای مردم افغانستان نبیدی صلح را دیهند راهکار مطلوب اجماعی جهانی و اجماع منطقه هستند که ما نمیتونیم به هیچ عنوان آمریکایی ها نمیتوانند که با اعمال فشار نظامی پاکستانی ها را متقاعد بسازند که بیان یک رویی درست در رابطه به جنگ و صلح افغانستان از خود نشان دهد بر از اینکه ثابت ساخته ایره سیاست گذشته پاکستانی ها هم ثابت ساختند که هیچگاه پاکستانی ها از اعمال نظامی برای آمریکایی ها تن نداد هستند اما بحثی اساسی اینجاست که این نشست ها و چقدر میتونه نتایج مطلوبی داشته باشه به با اینوان این عنوان یک شن شروند گونت مطرح میکنم که تا زمانی که اجماع منطقه شکل نگیره و در پیرامون جنگ و صلح افغانستان موضوعات اساسی مطرح نشه این گونه نشست ها نتایج مطلوبی نخواهد داشت گرچند شما ببینید که اگر آمریکایی ها در گذشته مال فشار کردن برای اگر گذشته پاکستانی ها را با یک روابط استراتژیک آمریکا و پاکستان میانشان دارن به مطالعه بگیریم همیشه هر زمانی که آمریکایی ها خواستن که ایمال فشار بکنن بر علی پاکستانی ها پاکستانی ها خود را متمایل ساختن یا به نزدیک ساختن به کشورهای دیگری از منطقه و جهان به همین منظور من فکر می که اگر اجماع منطقه و اجماع جهانی شکل نگیره در این خصوص و پاکستانی ها را متقاعد نسازند که بیان گروه های تروریستی که در درون خاکشان فعالیت میکنن و از درون خاکشان بر مداخله و در کشور افغانستان میپردازه این نشست ها و این دیدارها ما فکر میکنم به وفرت برگزار شدن نتایج مطلوب نخواهد داشت بله حالا آقای قادری چه فکر کنید که آقای خلیلزاد صلاحیت ها مسائل حکومت افغانستان داره من فکر میکنم که اگر شما در گذشته یک سلسله از عرف ها و هایی بودن که خلیلزاد قرار است که به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان مقرر شود اما این چنین نشودند آنچه که از قراین پیداست زلمه خلیلزاد یکی از های کارکشته‌ای که در آمریکا نقش بارزی خود را داشته در دستگاه کلیدی آمریکا حالا وزیر قادری در صورتی که امریکا میخواه روابط احسنش را با پاکستان نگه داره و جز این که فشار بالای پاکستان وارد نشه دیگر راه وجود نداره تا بخواد پاکستان همکاری بکنه در گفتگوهای صلح افغانستان چون بارها نماینده های افغانستان مقامات افغانستان حکومت افغانستان با پاکستان سفر کردن نقشه راه صلح را طرح کردن اما نتیجه در پای نداشته حالا چه فکر میگن که آقای چه خواهد کرد؟ شما ببینید من بیشتر خدمت شما عرض کردم که مسئله خلیلزاد از ما فکر می کنم به این بعض نقاطی که تا هنوز بالایشان انگشت گذاشته نشده است به عنوان درچناسی کسایی که در سفرها بودند یا شناخت و کاملی از وضعیت پاکستان و از گروههایی که در درون خاک پاکستان فعالیت می‌کردند یک شناس کامل خود را نداشتند یعنی بر اون نقاط اساسی اشاره صورت نگرفته است و آقای خلیلزاد میتونه بر نقاط انگشت بگذارند که در داور برای مردم افغانستان هستند و پاکستانی ها را بیان متقاعد بسازند که شما نمیتونین از این مجرا برای مداخله علیه امور افغانستان بپردازین و باز با استفاده از این فرصتی که برای فیلان آمریکایی ها قرار دادن برد. به آقای خلیلزاد و آقای خلیلزاد نمایندگی میکنن از آمریکا در امور به افغانستان سفر میکنن و بعد هم به پاکستان سفر کرد بعد هم در افغانستان و کشورهای دیگری منطقه ما من فکر میکنیم که حداقل اینا میتونن که چانه بکنن که یک اجماعی بین المللی و یک اجماعی منطقه منطقه‌ای شکل بگیره تا ما بتونیم با استفاده از این اجماع بر گفتگوهای صلح و رسیدنی به یک نتایج مطلوب کار بگیریم اگر شما ببنین ما به این طور عرض می کنم که پاکستانی ها با هم سیاست خشینی که دارن هویج بر امروز شما دیدین که وزیر خارجه پاکستان هم اعلان داشتن که اعتماد کامل بر میان کشورهای افغانستان و آمریکا وجود نداره و این مسئله باعث می شود که یک سلسله بی اعتمادی ها به وجود بیاید و در راه رسیدن به صلح و نحو گفتگوها ما ناکام بمانیم و این مسائل ما فکر می کنم که اونا هم برنامه های خود را داره اونا هم پالیسی خود را داره استراتژی خود را داره هیچگاه شما این گونه مطرح نمیتونید که سفر آقای خلیلزاد نویدی باشه برای صلح نویدی باشه برای آمدن صلح در افغانستان هر کشور سیاست خارجی خود را داره و برای نیمال سیاست خارجی خود برنامه های خود را داره اما یک بحثی که جدیدا در سیاست بین الملل مطرح است چانزنی هست که او چانزنی میتونه که مؤثر واقع شه برای کشورهایی که میرن پیرامونی همچون مسائل های را برگزار میکنند حالا آقای قادری نظر به حرف شما میتونه این یک تلاش باشه و یک چانه باشه که آیا نتیجه میدهد یا نه چون آقای خلیزات نمیتونه که اهداف کشور پاکستان را تغییر بده چون شما گفتین هر کشور اهداف خودش را دنبال میکنه این گونه نخواهد شد که اهداف پاکستان تغییر بکنه در قبال افغانستان ما فکر می کنم که سفر آقای خلیلزاد بر پاکستان دقیقا یک نویدهایی است که آمریکایی ها متقاید شدن که ما در بحث جنگ و صلح افغانستان ناکام بودیم بیا ما از یک روی کرد استفاده بکنیم که حداقل برای پاک افغانستان موثر واقع شود و امروز شما میبینین که بحث برگزاری انتخابات است ها ناکام بودن یا نخواستن که صلح و صبا در افغانستان تأمین شود تا بتوانند اهداف دیگر را دنبال بکنند؟ در این قسمت دو تا نظر وجود داره شما ببینید آمریکایی ها در اوایل نمیخواستند که در افغانستان صلح واقعی محقق شوند وقتی که در افغانستان صلح واقعی محقق می شودن و تحقق می حضور آمریکایی ها دیگر کدام دلیلی برایشان نبودن و برای مردم افغانستان برای جامعه جهانی دیگر دلیلی نبودن که شما نظر به کدام ضرورت در اینجا حضور دارین اما بحث این که بعد آیست آیست اینا مدیریت نتوانستن جنگ افغانستان را این جنگ سراحت کردن کشورهای دیگری آمدن در امور افغانستان سهم گرفتن و گروه های تروریستی را تقویت کردن و کلیدشان را در دست خود گرفتن شما ببینید امروز دیگر آمریکایی ها در شمال افغانستان بر نیرو گروه های دشت افغان دیگر مسلط نیستن اوجا گروه های دیگر کشورهای دیگری هستن که این گروه ها را میکنن و نظارت میکنن و تقویت میکنند به همین منظور در اوایل آمریکایی ها نخواستند که در افغانستان صلح محقق شود بعد آیسایسا اینا که خواستند که یک پاسخ مثبتی بر جامعه جهانی داده باشند اینا نتونستن وضعیت را کنترل بکنن چون کشورهای دیگری یک رقیب دیرینه ایشان که روسا هستن روسا در امور افغانستان عملا دخالت کردند، سهم گرفتن برای که اینکه آمریکایی ها اول تلاش کردند که از طریق شمال و دایش را تقویت بکنن و بتونن که در او از اون طریق به اعمال فشار بکنن و یک و عملی بکنن بر کشورهای چون آسیای میانه روسیه و روسها به خاطر از شما دیدین که در سوریه دایش را چگونه تارمار ساختن و اینا میخواین که هر کشوری در میدان جنگ افغانستان رقیب خود را از پا در آورن این جنگ جنگ کشورهایی که در افغانستان حضور دارن و کشورهایی که در امور افغانستان دخالت میکنن جنگ افغانستان را خواستن جنگ میان قدرت های بزرگ بسازن به همین منظور من فکر می که سفر آقای خلیلزاد از موثر واقع شد که موثر واقع می شود بنابر چند دلایل این که شناختی که از آقای خلیلزاد از وضعیت موجود در افغانستان و در از پاکستان داره چون وظیفه اجرا کرده در این قسمت ها و از مردم افغانستان شناسی کامل داره و سیاست داخلی افغانستان از شناخت نسبی خود را داره برای از اونا پاکستانی ها هم به عنوان یک گروه ها کشوری که همیشه دنبال ایمال سیاست های نادرست بوده و با استفاده از تقویت گروه های تروریستی در امور افغانستان دخالت کرده و این دخالت ها جز برای بدبختی برای مردم افغانستان و هیچ ثمر دیگر هم نداشته و پاکستانی ها هم هیچ جگاه نتانستن که به اهداف واقعی خود با استفاده از این دخالت ها برسن به همین منظور سفر آقای خلیزاد من فکر می کنم حداقل موثر واقعی می شود برای به نقاط انگشت بگذارند که, بگذارن که تا امو آدم هایی که سفر کردند در پاکستان و دیگر کشورها و کنفرانس ها و برنامه هایی که برگزار شدند در خصوص جنگ و سل ادیقل انگشت بگذارند بر بالای جاهایی که درد آور بر مردم افغانستان هستند و این مسائل باعث می شود که ما ادیقل یک اجماع ملی و یک اجماع بین المللی را شکل بدیم عدف از اجماع بین المللی همان که شما ببینید که بحث روسا، بحث چینایی چن، ها و بحث هم به آمریکایی ها اگر اینا بخواین واقعا بحث عرب ها یک بحث ایدولوژی که خونا دارن در و مداخله میکنن و این موضوعات حداقل سبب می شود که یک اجماع بین المللی شکل بگیره و این اجماع در رابطه جنگ سود افغانستان از روی کارت‌های درست استفاده بکنه تا برای مردم افغانستان موثر واقع شد آقای قادری حالا به تازگی آمریکا طرح خصوصی جنگ افغانستان داده و از طرفی هم نشان میده که متوسط آقای میخواد تلاش برای صلح داشته باشه برای افغانستان. چه فکر میکنه این دو واقعا چقدر میتونه به سود افغانستان باشه و تلاش نشون برای آوردن صلح؟ ما فکر می که آمریکایی ها در 17 سالی که در افغانستان حضور داشتند اینا کار سرنویسازی که برای مردم افغانستان موثر واقع شود حداقل مردم افغانستان را قناعت داده باشد و یک پاسخ خوبی برای جامعه جهانی داشته باشند ندادن اینا در افغانستان ناکام موندن در این ناکام ماندن که هیچگاه نتوانستند که دامن دخالت های کشورهای بیرونی و دامن قد کردن گروه های تروریستی که در درون خاک افغانستان دخالت میکنند اینا ناکام بودند. به همین منظور عرفای وجود دارند که آمریکایی ها نتوانستند در جنگ و صلح افغانستان موثر واقع شوند و کامیاب شوند اینا میخوان به یک نوع خود را از افغانستان بیرون بکنه و افغانستان را در یک گرداب تنها بگذارند که بحث برگزاری انتخابات هایی که ما در پیش رو داریم و به با گسترش گروه های تروریستی چون طالبان که اینا تقویت شدن و با از گروه ها و از جناح ها و زرقات کشورهای بیرونی اینا هم پرورش داده میشوند اینا میخوان که به یک نوع خود را از افغانستان بیرون بکنند و طرح خصوصی سازی جنگ افغانستان را ریختند که با استفاده از این طرح ما میتونیم که جنگ افغانستان را قطع بسازیم یا نویدی باشه برای آمدن صلح در افغانستان ما فکر میکنیم که این سرنوشت ساز نخواهد بود و آمریکایی که با همین پایگاه و با همین عظمت خود نتوانستند برای آوردن صلح در افغانستان مؤثر واقع شود و می توانند که برای, برای واگذاری طرح خصوصی جنگ که همان به سکتور خصوصی که بلک واتر هست این مؤثر واقع شود به همین منظور عرف معقول راهکار منظم برای آمدن صلح در افغانستان و ختم جنگ م فکر میکنیم که اگر آمریکایی ها از رای نظامی وارد و کشور پاکستان وارد شوه ما فکر میکنیم این نتایج مطلب نخواهد داشت اگر پاکستانی ها را تحریم های گوناگونی که شما ببینید امروز هنوز هم پاکستانی ها نیازمند کمک آمریکا هستند اگر کمک های مالی خود را قطع بکنه ما فکر میکنیم که پاکستانی ها در فرجام کار جز تن دادن به خواسته های آمریکا دیگر راهی ندارند. به دلیل که تعلیم ها میشه سرنوی ساز واقع و محسر واقع برای آیندی که ما یک اجماع شکل بتیم و یک برای آمدن سل در افغانستان تلاش بکنه به همین منظور اگر به کشورهایی که آمه تروریزم هستند اینا بازگو شوند و دستهای پود و پینهانی که در امور افغانستان دخالت میکنند شناسایی شود و جنگ کارشناسی شود بحث بعدی همین که آقای خلیلزاد اگر میخواید که به یک افغانی که خود در اینجا زاده شده است و در آمریکا زندگی کرده است و تابعیت آمریکا را داره در اونجا زندگی میکنه من فکر میکنم اگر واقعا میخواین که درد دیرینه مردم افغانستان و این جنگ چل ساله در افغانستان به اتمام برسه بالای نقاطی انگشت بگذارند که تا هنوز نتانستن اون نقاط را بازگو بکنن و جنگ را به شکل درست کارشناسی نکردن و بر این مردم افغانستان یک پیام سازنده و پیام مطلوب ندادن به امین منظور خواست گروه هایی که در درون خاک افغانستان هم فعالیت میکنه و عذاب جریانهای های سیاسی و دولتی افغانستان این است که اگر واقعا نمایشی باشه همچون سفرها اگر واقعا یک درد مردم افغانستان درمان نکنه این سفرها پوپلیستی و عوام باشه من فکر می که رای رسیدن به صلح این نیست رای رسیدن به صلح طرح منظمی که بتونه یک اجماع را به وجود بیاره و این اجماع مسبب شوه تا ما برای گفتگوی صلح و نحو مذاکره با گروه های طالبان و دیگر گروه های تروریستی واقع شویم و سبب ساز شوه این مسئله که صلح در افغانستان تحقق یابد بله تشکر از حضورتان در بحث امروز برنامه و بیننده های عزیز ممنون از همراهی شما هم تا این دم تا لحظات دیگر همکارم در دوست مجموعه خبری پشتو با شما همراه خواهد بود برنامه آغاز روز در همینجا به پایان رسید خدا نگهدارتان Thank